هممیهنان عزیزم، هموندان، بینندگان و شنوندگان این نشست، از اونجایی که فردا روز جهانی معلولین است و جامعه معلولین ایران تحت تبعیض و شرایط بسیار نامساعدی زندگی می‌کنند، از هموند ارجمندم جناب شمس‌الدین بابوی دارابی که یک ایرانی سکولار دموکرات و معلول هم هستند خواهش می‌کنم به این مناسبت سخنانشون بیان کنند. جناب دارابی، خواهش میکنم میکروفونتون رو باز کنید و بفرمایید سخنان. با درود خدمت همه بزرگواران و بینندگان ارجمند نشست مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران و همچنین معلولین عزیز کشورم، به بهانه سوم دسامبر من به عنوان عضوی از خانواده معلولین ایران مناسبت فرارسیدن روز سوم دسامبر که از سال 1992 در تقویم سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی معلولین نامگذاری شده است را خدمتشون تبریک عرض میکنم و همینطور به خانواده های گرانقدرشون. در سند سازمان ملل متحد هدف از تعیین این روز ارتقای رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیت های مختلف افزایش آگاهی ها بوده که میبایست از مسئله پیوستن افراد معلول در تمامی جنبه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منتج شود. تا اینکه در سال 1999 شعاری با مضمون امکان دسترسی برای همه برگزیده شد و سرلوحه امور قرار گرفت. طبق ماده 1 کنوانسیون بین المللی حقوق معلولین، هدف از این کنوانسیون پیشبرد حمایت و حصول اطمینان از برخورداری مساوی همه معلولین از حقوق انسانی، آزادی‌های پایه و افزایش احترام به حرمت ذاتی آنها می‌باشد. اما شاهد فریادهای خاموش معلولین کشور هستیم که صدایشان شنیده نمی‌شود. در کشور ما بنابر آماری که از سوی رئیس وقت سازمان بهزیستی کشور اعلام شد، حدود 10 تا 12 میلیون معلول وجود دارد که فقط 1,300,000 نفر تحت پوشش سازمان قرار دارند که از این تعداد هم تنها 835,000 نفر از مستمری ناچیز 163,000 تومانی برخوردار هستند و اکثر معلولین و خانواده هایشان با مشکلات و رنج های فراوانی در زندگی روزمره مواجه هستند. هممیهنان، نگاه حکومت مذهبی به معلولین نگاهی فاقد احترام بوده و نگاهی ترحم‌آمیز است. سند مدعای من وضعیت امروز معلولین و تجربه 20 سال کار بنده به عنوان کارمند معلول در سازمان بهزیستی می باشد که سیاست صدقه محوری را همیشه به همراه داشته. معلولین در کشور ما با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند که از این گذار می توان به مشکلات آموزش و مکانهای آموزشی را نام برد که به دلیل مناسب نبودن گاهی منجر به ترک تحصیل افراد معلول می شود. همچنین در اشتغال معلولان با وجود قانونی که تمام دستگاه موظف هستند 3% از نیروهای کار خود را از معلولین جذب کنند، نه تنها در هیچ ارگانی که حتی در خود سازمان بهزیستی به عنوان متولی امور معلولی هم رعایت نمی شود و این عزیزان حتی با تحصیلات عالیه هم جذب بازار کار نمی شوند. مشکلاتی به مانند مسکن، بیمه های درمانی، گران بودن وسایل توانپزشکی و توانبخشی و از همه عمومی‌تر عدم مناسب سازی و دسترس نبودن اماکن دولتی و معابر عمومی باشد. معلولین حتی از رفتن به پارک‌ها و سینما و تئاتر و سایر تفریحات به دلیل عدم مناسب‌سازی محروم هستند. سازمان بهزیستی به عنوان متولی امور معلولین در حقیقت به حیات خلوت عده‌ای تبدیل شده و تا به امروز اکثر مدیران آن از فرماندهان سپاه پاسداران هستند که در این 40 سال جز روزمرگی و وعده و وعید چیزی دیگری از آنها ندیدیم. در آخرین اقدام شاهد بودیم بعد از تصویب قانون جامع حمایت از معلولین در سال 1383 که گروهی از عزیزان معلول این امید را داشتند که با تصویب این قانون بعد از 14 سال شرایط بهتری برایشان رقم خواهد خورد، شاهد عدم تخصیص بودجه در بودجه سال 1398 هستیم که از سوی دولت جهت اجرا این قانون بودیم، چرا که بودجه ها برای انجام کارهای واجبتر که همانا ارسال موشک به یمن و سوریه و حزب الله لبنان و تخصیص آن به نهادهای دستساز برای اعوان انصار خودشان است تعیین شده. هموطنان، من هرچه از دردها و مشکلات مبتلا به معلولین و خانواده هایشان بگویم کم گفتم، اما درمان چیست؟ بدون شک وجود یک حکومت سکولار دموکرات موجب خواهد شد که این قشر از جامعه با کرامت زندگی کنند. بعد از انحلال این حکومت ضد بشری و مستقر شدن حکومت سکولار دموکرات، شاهد خواهیم بود که معلولین ما به حقوق خود به مانند دیگر معلولان کشورهای جهان خواهند رسید.
جدای از هر نوع دولتی که مستقر شود، اولین کار ویژه آن ایجاد رفاه اجتماعی برای این افراد بر مبنای کنوانسیون حمایت از حقوق معلولین مصوب سازمان ملل متحد خواهد بود. روی سخن من با معلولین است، از شما درخواست میکنم که فریب بازی‌های حکومتی که 40 سال در این کار تبحر دارد را نخورید. در این سالیان با تهیه لوایح گوناگون و ارائه به مجلس و تصویب قانونی که هیچ گونه ضمانت اجرایی نداشته، همه را به فردایی که مشخص نیست حواله میدن. در حکومت سکولار دموکرات بدون شک معلولین رنجی را که در این 40 سال حکومت بر آنها و خانواده هایشان تحمیل کرده را شاهد نخواهیم بود. در پایان وظیفه خود میدونم از مهستان کمال تشکر امتنان داشته باشم که این وقت رو در اختیار من قرار دادن. همچنین مراتب سپاس خودم رو از استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر نوری‌علا که پنجره تازه‌ای رو برای من گشوده، همچنین از هموندان و دبیر کل محترم حزب سکولار دموکرات ایران که افتخار عضویت آن را دارم اعلام میکنم و از دوست عزیزم جناب آقای ابتهی مدیر نشست هم تشکر میکنم. سپاس از شما. متشکرم از شما جناب دارابی. موضوع میزگرد امروز پرسشی است که چرا از فراخوان و تفاهم نامه 10 سازمان سیاسی حمایت میشود؟ اعضای میزگرد امروز جناب تبرزدی هستند، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، آقای میلاد آقایی و بانو سپیده قیاسوند از اعضای شورای مدیریت میهستان. جناب تبرزدی چهره شناخته شده هستند و من اینجا قصد ندارم ایشون رو معرفی کنم، ولی این رو عرض کنم که جناب تبرزدی از نخستین کسانی بودند که در ایران خواستار سکولاریسم و دموکراسی شدند پس از انقلاب اسلامی و سالهاست که این خواست خودشون رو در مصاحبه و نوشته‌هاشون مطرح کردند. یک سری از نوشته‌هایی که ایشون داشتن در گفتگوهاشون با دکتر نوری‌علا در سایت سکولاریزم نو به شکل یک کتاب بسیار مفصل در اختیار دوستان هست، چنان که بخوام به اون مراجعه کنن و سرگذشت در واقع سیاسی و مبارزات جناب تبرزدی رو مطالعه کنن. ایشون همچنین از یکی از 4 نفری بودن که در نخستین کنگره سکولار دموکرات ها در سال 2013 به عنوان یک سکولار دموکرات پیام فرستادم برای این کنگره. اینا رو بیان میکنم که این نتیجه رو بگیرم که ایشون در جمعی که هستن در واقع جمع خانواده خودشون هست، ما از یک اندیشه هستیم و دعوتی از ایشون هم به همین مناسبت هست که در میان هم اندیشان خودشون تشریف بیارن و دریافتن پاسخ به پرسشی که به موضوع نشست امروز مطرح هست با ما همراهی کنن. نشست امروز یک قسمت فقط خواهد داشت، ابتدا میزگرد هست که توضیح خواهم داد به چگونه اداره خواهد شد و پس از اون پرسش و پاسخ هاست در انتها اظهار نظرهای هموندان. ولی خود میزگرد در قطعات 10 دقیقه‌ای هر کدوم از سخنرانان فرصت خواهند داشت که دیدگاه خودشون رو بیان کنن و 2 دور هم خواهد بود، یعنی که هر کدوم از سخنرانان 2 تا 10 دقیقه فرصت خواهند داشت. من ابتدا از بانو سپیده قیاسوند خواهش میکنم که صحبت خودشون رو آغاز کنن. بفرمایید، خواهش میکنم. سپاسگزارم آقای تهی. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز حاضر و بینندگان و به ویژه سلام ویژه دارم به آقای تبرزدی گرامی. خیلی خوشحالم از آقای تبرزدی در این نشست. عرض کنم که من چند روز پیش ویدیویی شما آقای تبرزدی در که از زندان رجای شهر فرستاده بودید به عنوان سخنان بستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران، در اونجا سخنان رو ایراد کردید که به نظر من خیلی جالب و بجا بود، به ویژه اینکه در سخنانتون بر سکولاریسم تاکید کردید و بین دین و حکومت عنوان کردید که در واقع سازگاری وجود نداره و دین امری شخصی است ولی سیاست و حکومت یک امر عمومی است و ما نمیتوانیم شاهد جنگ بین مردم و در واقع نمایندگان حکومت باشیم که ادعا میکنند که نمایندگی خدا رو دارند بر روی زمین.
و در واقع این رو زور و جبر خواندید و بر سکو بر دموکراسی خواهی و مبارزه مسالمت‌آمیز بر حقوق بشر و جدایی دین از حکومت و احترام به حقوق اقوام اشاره کردید. اما در نامه دیگری که در فروردین سال 1391 از زندان رجایی شهر کرج نوشتید، به دو مسئله اشاره کردید. مسئله نخست اشارتون به شکایت از سید علی خامنه‌ای بود و اینکه چرا هیچ یک از افراد و نهادهای مدعی حقوق بشر در واقع این شکایت شما رو پیگیری نکردند، از این موضوع اظهار شگفتی کردید. اما نکته دومی که در این نامه عنوان کردید و این خیلی حائز اهمیته این هست که اعلام کردید که اگر یک دولت خارجی یا یک گروه داخلی قصد تجزیه ایران را داشته باشد، حتما از اولین هایی خواهید بود که اسلحه در دست گرفته و از وطن دفاع خواهید کرد و اشاره کردید که در ساختار سیاسی آینده ایران اگر به توزیع عادلانه قدرت توجه نشود، از آنجا که بنیادهای دموکراسی در ایران بسیار ضعیف است، بار دیگر نوعی دیکتاتوری از آن سر برمی آورد و بدین ترتیب پذیرش فدرالیسم را تنها مکانیزم تضمین کننده حقوق انسانها و سکولاریسم و دموکراسی نامیدید و جمهوری فدرال رو برای ایران پیشنهاد دادید. اما جناب آقای طبرزدی، هرگز در هیچ یک از تعریف‌های خودتون تعریفی از فدرالیسم ارائه ندادید و الان سوال من از شما این استش که اولا بفرمایید که چطور شد که به این نتیجه رسیدید که در واقع جمهوری فدرال رو برای ایران پیشنهاد دادید و بدون فدرالیسم در واقع این رو عنوان کردید که فدرالیسم تضمین کننده حقوق انسان ها و سکولاریسم و دموکراسی هستش، و اینکه دوم این که تعریفتون از فدرالیسم چی هست. ممنونم. متشکرم از شما بانو قیاسفند. شما تقریبا 3.5 دقیقه از وقتتون رو استفاده کردید، خیلی کمتر از اونچه که ما در نظر گرفته بودیم. فرصت انتخاب با خودتونه، ولی من این رو در واقع حسابش رو خواهم داشت. ممنونم، مرسی. خواهش میکنم. ضمن عرض سلام خدمت جناب طبرزدی و خوش آمدگویی مجدد، ازشون خواهش میکنم که بفرمان و میکروفون در اختیار ایشونه. هست ضعیفه ولی متاسفانه تصویرتون رو ندارم من. اجازه بفرمایید یک لحظه قد فکر میکنم الان درست شد. بله 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 بله. صدا هست؟ بله صداتون هست، قدری اگر بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. چشم. خب من اولی که درود بفرستم بر همه بانوان و آقایان عضو این مهستان و سپاسگزاری بکنم از شما عزیزان، به ویژه جناب دکتر نوری علای عزیز که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن که بتونم با شما صحبت کنم و هر حال بخشی از این صحبت و بخشی از جامعه که این برنامه رو خواهند دید. سپاسگزاری میکنم از خانم قیاسفند عزیز که توجه داشتن به نقطه نظرات من. اجازه میخوام که 2 نکته رو یا 3 نکته رو به عنوان مقدمه عرض کنم. نکته اول در مورد جنبش کارگری در اهواز و شوش در کل خوزستان است که امروز بیش از هر زمان نیاز به حمایت همه جانبه تمام اپوزیسیون در درون و بیرون کشور داره، که میدونم شما عزیزان روی مبارزات درون کشور بسیار حساسیت دارید و روی این هم حتماً برنامه داشتید. نکته دوم، فرمایشات خانم قیاسفند منو جناب آقایی فکر میکنم اون بخش سکولار دموکراسی رو که مطرح کردن و بحث سکولاریسم منو بردم به دورانی که سال 78 من یادم به وقتی که ما بیانیه ساختار سیاسی آینده ایران رو دادیم به عنوان یک گروهی که در درون در واقع این ساختار و این نظام بودیم، نه در اون حکومت ولی در چارچوب این نظام بودیم،
مسئله جمهوری آزاد و دموکراتیک رو تو اون بیانیه مطرح کرده بودیم که من یادمه تو شکنجهگاه توحیدی که من حدود 4 ماه بودم سر قضیه جنبش دانشجوی 78، بیشترین فشاری که روی من بود این بود که این اعلامیه رو پس بگیرم. اعلامیه به اسم اتحادیه اسلامی دانشجویان دانشجو مختبان منتشر شده بود در تیراژ وسیع، در نشریه هویت خیش، قبلش در ندای دانشجو، و انقدر این بادجوی منو اذیت کرد و به لحاظ روحی شکنجه کرد و فقط خواستاشم این بود که تو بیا این حرف رو پس بگیر و من پس نگرفتم. این نکته بود که الان یادم افتاد. در مورد دیدگاه های من راجع به سکولار دموکراسی، خب فراوان است. من در زندان رجای شهر سال 91 یک ویدئویی دادم که توی اون ویدئو یادم هست که مسئله فدرالیسم رو اونجا مطرح کردم. البته اونجا هم من گفتم که ما 30 استان داریم، بنابراین به عنوان 30 ایالت میتواند به عنوان یک کشور فدرال باشه. یعنی از روز اول من تأکیدم بر فدرال جغرافیایی یا حکومت ایالتی بود، برای اینکه به دوستانی که طرفدار فدرالیسم قومی، زبانی یا سیاسی هستن همواره گفتم که به لحاظ کارآمدی این نوع از فدرالیسم به شدت برای خود اقوام ضرر داره، یعنی مردم رو به جون هم میاندازه، و من به لحاظ تئوریک و نظری با فدرالیسم قومی موافق نیستم، اما از فدرالیسم ایالتی یا جغرافیایی دفاع میکنم. اما اینکه چرا به عنوان پشوانه دموکراسی سکولار میدونم این مسئله رو، برای اینکه در طول تاریخ وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که متاسفانه ما احزاب قدرتمندی نداشتیم، یا مطبوعات، احزاب، انجیوها، سندیکاها، اتحادیه هایی که اینا بتونن پشوانه دموکراسی باشن. حالا چه ما مشروطیت رو تجربه کردیم، ملی شدن نفت رو تجربه کردیم، انقلاب بهمن 57 رو تجربه کردیم، در همه اینها پس از مدتی مسئله دیکتاتوری دوباره برمیگرده و پشوانه، حالا به لحاظ اجتماعی فرهنگی که متاسفانه زمینه قدرتمندی نداشتیم مسئله دموکراسی در ایران، و به لحاظ در واقع سیاسی و اداری و ساختاری هم فوراً قدرت در دست گروهی، حالا یا خانواده یا خاندان یا صنف یا ایدئولوژی قرار می گرفته و دوباره برگشت می کرده به دوران دیکتاتوری. بنابراین مسئله عدم تمرکز قدرت و توزیع قدرت در سراسر کشور به نحوی که استانها یا ایالتها بتوانن در واقع امورات خودشون رو، البته در چارچوب که تعیین میشه، اداره بکنن و مانع از این بشن که قدرت در دست تمرکزگراها باشه، در دست اقتدارگراها باشه و فوراً اون رو تبدیل به یک اقتدار جدید و یک دیکتاتوری جدید بکنن. من باورم بر این هستش که ما ایران رو در واقع خط قرمز ماست، خط قرمز همه ماست، تمامیت ارضی و ایران، و در این حال این باور رو دارم که در چارچوب ایران هر نوع نظام سیاسی که به لحاظ کارآمدی، یعنی کارآمد باشه، در خدمت رفاه و امنیت مردم باشه، و به لحاظ دموکراسی، توزیع قدرت، برابری، نه به تبعیض، بهترین باشه. من نمیگم که حالا تنها و تنها، بلکه بهترین باشه. ما هر نوعی از اون رو میتونیم تعریف کنیم، یعنی چارچوب ایران به عنوان یک اصل و خط قرمز پذیرفته شده باشد، که پذیرفته شده، برای اینکه من توی همین مطالعات خودم وقتی که نگاه میکنم تا کنون ندیدم ایران توسط اقوام ایرانی تجزیه شده باشه. من حداقل من نمیدونم، حالا اگر دوستان اطلاعاتی دارن میفرمایند، اقوام ایرانی هیچگاه دنبال تجزیه ایران نبودن، ولی متاسفانه مرکزگراها، اقتدارگراها و نظامهایی که آمدن و بر ایران حکومت کردن، اینها موجب تجزیه شدن، موجب در واقع جدا شدن بخشهایی از ایران شدن. لذا من معتقدم که در واقع توزیع قدرت در ایالتها، در استانها به شکل جغرافیایی با پذیرش برابری حقوق، یعنی
برابری حقوق اقوام، جنسیتی، نمیدونم مذهبی و هر عقیدتی، اون چیزی که اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید میکنه، ما با پذیرش این اصول، میتوانیم بهترین ساختار قدرت رو به وجود بیاریم که اون ساختار قدرت در واقع امکان باز تولید دیکتاتوری درش وجود نداشته باشه، بالاترین رفاه، بالاترین امنیت، بالاترین آزادی رو برای مردم ایران تضمین بکنه. و به این لحاظ من به شخص دغدغه این رو ندارم که اگر یک نوع دموکراسی سکولار غیر مرکزگرای، در واقع ما چون مسئله نوع فدرالیسم رو ارجاع میدیم به مجلس مؤسسان آینده، بنابراین از واژه غیر مرکزگرا استفاده میکنیم، برای اینکه فدرالیسم تعریف شده نیست. گاهی که بحث میکنیم یا بیانیه میدیم یا اینجا صحبت میکنیم، وارد تحلیل موضعی میشه، موضوع میشیم. لذا تأکید بر حکومت دموکراتیک سکولار غیر مرکزگرا پارلمانی جزء چهار موردی است که همواره گفته شده و البته تمامیت ارضی و استقلال سیاسی به عنوان یک امر بدیهی لحاظ شد. من فعلا سپاسگزارم از شما جناب تبرزدی. شما هم 7.5 دقیقه از وقتتون رو استفاده کردید. حتی من این وقتها رو که عنوان میکنم فقط جهت اطلاعات که بدونیم در نهایت اجحافی یه وقت به کسی نشه. جناب آقای، خواهش میکنم بفرمایید. جناب آقای عزیز، آیا شما صدای من رو شنیدید؟ بله. نوبت شما، بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی ممنونم، سپاس از شما جناب آقای ابتهی، خوش آمد میگم خدمت آقای تبرزدی و درود به همه بینندگان که نشست مهستان رو تماشا میکنن. آنچه که پیرامونش ما این نشست رو برگزار کردیم و گفتگو میکنیم، در واقع بیانیه 10 سازمان هست که اینها به هر حال یک سری نکات خوبی رو درش گفتن، یک سری چیزهای بدیهی یا چیزهایی که به هر حال امروز نمیشه نگفت، از جمله حقوق بشر و دموکراسی و حقوق زن و برخی از این نکات دیگر. و تمام اشکالی که ما داریم با این، در واقع این فراخوان برای جمهوری فدرال، یک تفاهم نامه یا هر چیزی که نامش رو میگذاریم یا میگذارند، بر سر حق تعیین سرنوشت است. و دلیل یا خواست ما برای پرسش از آقای تبرزدی که بیان کردند که پشتیبانی میکنند و حمایت میکنند از این جریان، از این قضیه فراخوان، بر سر اون یک مورد ویژه هست که به خاطر اینکه شما همه گزینه ها و بخش های خوب و نیک رو هم که در کنار هم بگذارید، یک گزینه بد میتواند همه رو خراب بکنه. یا شما وقتی چند چیز متضاد رو کنار هم میگذارید، یک مقداری باورپذیری آنچه که در واقع قرار هست انجام بشود مایه دودلی و تردید خواهد بود. ببینید، ما در این مهستان بنیادش بر چند چیز ساده هستش، یعنی همون پذیرش دموکراسی و سکولاریسم و در واقع یک سندی ما نوشتیم چندین سال پیش به نام پیمان نامه عصر نو. اونجا به عدم تمرکز و خودگردانی شهری و یک سری نکات دیگری پرداختیم و در واقع به جای اینکه نام بیاریم به مفهوم رسیدیم. یعنی گفتیم که این شیوهی که مد نظر ما هست چه هست و طریقا پخش شدن قدرت برای جلوگیری از بازگشت دیکتاتوری یا کانونی شدن قدرت در یک شهر یا یک نقطه ویژه هستش. به علاوه ما اونجا پرداختیم به این که حقوق فرهنگی و حقوق اقوام و هر چیزی در همه جای ایران رسمیت دارد.
اینکه کسی نمیخواد اون این حقوق رو به اونها بدهد، در حالی که اونها این حقوق رو دارند و جمهوری اسلامی این حقوق رو جلوگیری میکنه ازش. برای نمونه اگر بازگردیم به دیدگاه خود من، یک ترک ایرانی فرقی نمیکنه که در کجا، حتما نباید در تبریز باشه تا حقوقش رو به دست بیاره، در سمنان و هرمزگان و بلوچستان و مشهد هم میتواند این حقوق رو داشته باشد و دارد. یک کرد ایرانی در هر جای دوست دارد میتواند به زبان خودش حرف بزنه، نمیدونم آموزشگاه خودش رو داشته باشه، رسانه خودش رو داشته باشه، در تهران سنی ها، بهایی ها، کارگران، آتئیست ها، هر سندیکایی و هر شغلی که وجود داره. و اینها چیزهایی است که جمهوری اسلامی از مردم ایران دریغ کرده. بنابراین ما در این که این حقوق وجود دارند، بایدی اند و نیاز به اعطای اونها نیست، بلکه اونها با هر آدمی به دنیا میاند و جمهوری اسلامی اینها رو غصب کرده و ما به این جهت اشغالگر در واقع حقوق مردم میدونیم حتی، و اون حق در واقع حکومت برخیش، حق حاکمیت شخصی رو در واقع از مردم گرفته و مردم کنترلی بر شیوه حکومت بر جایی که زندگی میکنن ندارن. اینها رو میگم که بدیهیات هست و میگذریم. بنابراین چون برخی وقتها اگر گفته نشود به نظر میاد فلان حزبی که شما اگر یک حزب سوسیالیست یک حرفی بزند بعد شما از اون ایراد بگیرید، به نظر میاد که شما با سوسیالیست ها مخالفت کردید یا به وارونش. و بروی قضیه اینجا این هست که در این گروهی که این سازمان هایی که این رو نوشتن، خیلی هاشون باورهایی دارند که آدم یک مقداری شک میکنه، دو دل میشه. از جمله اینکه بسیاری از اونها میگن ایران کشوری است کثیرالمله، اینکه اصلا این تعریف به ایران میخوره نمیخوره و اصلا تعریف ملت در نگاه این دوستان چه هست میتونیم بذاریم به عنوان یک در آینده، در چند دقیقه آینده بهش برسیم. نکته ای هست، برخی از این گروه ها اعلام میکنند که سرزمین ما که منتسب میکنند به قومیت خودشون، این اشغالی هست و ایران این سرزمین منتسب به قوم ما رو اشغال کرده. و از وقتی که این قرار میگیره کنار درخواست خیلی پایفشارانه و به شکل شگفت‌آوری که اصلا به هیچ وجه از اون کوتاه نمیان و حق تعیین سرنوشت هست که از آن یک ملت هست، این دوتا رو که ما کنار هم میگذاری میبینیم که شما به راهی دارید میرید. شما رو نمیگم آقای دبرزاده، همه کسانی که به این شیوه استدلال میکنن، به راهی میروید که کشوری باقی نمیماند که در اون ما به دموکراسی و حقوق شهروندی و سکولاریسم و اینها برسیم. و یک چیزی که آقای نوریالا هم در مقالهشون گفته بودن و ما هم چند پیش گفته بود که هم در یک جای دیگه، اینها با هم جور در نمیاد، اون داستان کوسه و ریشه پهن خواهد بود. یعنی اگر ما میخواییم که در ایران کنار هم باشیم، دیگه گرفتن حق تعیین سرنوشت به چه معنا میتواند باشد؟ اینکه ما بیاییم بگوییم که اصلا مطرح کردن این رو بخوایم حرف بزنیم، از نظر حقوقی ما دو وجه حق تعیین سرنوشت داریم. یک حق تعیین سرنوشت که سطح پایین‌تری است، یکی سطح بالاتر. سطح پایین‌تر به صورت شخصی هر انسانی در زندگی خودش حق تعیین سرنوشت داره، منتها حق تعیین سرنوشت شما یک چیز مطلق نیست، کاملا وابسته به محیط و جمع بزرگتری است که شما باهاش همراه هستید. اون جمع بزرگتری که حق تعیین سرنوشت به اون برمیگرده ملت هست، لایه‌ای که میشود. اصولا این حق تعیین سرنوشت فقط در لایه ملت و شخصی کار میکنه. شما اگر لابلای این بخواید این کارا رو انجام بدید، برای نمونه میگم تصمیمات یا جنگ ها یا پیروزی ها، وضع قوانین، انتخاباتی که یک ملتی، دو تا ملت کنار هم مانند سوئد و فنلاند انجام بدهند، سرنوشت ملت فنلاند رو از سرنوشت ملت سوئد جدا میکنه. و به همین شیوه یک سری نکاتی هم هست در مورد کشورهایی که اینها در دوره استعمار بودن و اشکالاتی برای اونها به وجود اومده بود در راه قضیه استقلال اونها.
این قضیه حق تعیین سرنوشت داده شد، به خاطر اینکه اینا از آغاز ملت‌های جدایی بودند و به استعمار در اومده بودند، نه اینکه ملتی با هم بودند. مثلا شما ملت روسیه، اینها درست ملت بزرگی هستند ولی با هم بودند. یا به ملت‌های کوچکتر مثل کشور لیتوانی هم در نظر بگیرید، اینا یک ملت بودند در یک همبستگی با اون کشور شوراها میپیوندند به در واقع اون سیستم شورایی و بعد هم جدا میشن. یعنی این حق تعیین سرنوشت رو داشتند، ازش استفاده کردن و بازگشتن. ولی در مورد کشور ایران، شما اینکه اولا بخواید که حق تعیین سرنوشت بدید، اینکه ما میرسیم به اینکه شما به چه کسی این حق رو میخواید بدید، اصولا چه کسی میتواند بگیرد. همین الان ما بپذیریم یک مرجعی میاد میگه آقا ما حق تعیین سرنوشت تقسیم میخوایم بکنیم در ایران، به چه عنوانی شما، با چه هویتی، با چه آیدنتیتی شما میرید میگیرید، میگید من یک ملت هستم یا یک شخص هستم، یا هر چیزی بگید، شما نیازمند این میشید که وارد در واقع خطکشی های این گروه ها بشید. و این گروه ها خطکشی هاشون بدون تعارف همشون قومی هستن. یعنی میگن که ما یک قوم X داریم که این قوم این حق رو داره. حالا شما بر فرض هم بخواید بدید که نمیشه، اصلا نمیتونیم این کارو بکنیم، ولی بر فرض میگیم بخوایم بدیم، در اجرا هم به مشکل میخوره. اینکه چرا ما همزمان میپذیریم، ما به تمامیت ارضی باور داریم. تمامیت ارضی، البته بگم اینکه بعضیا میگن که آه این تمامیت ارضی رو شما مقدس کردید و ای داد و ای بیداد، قضیه این است که در یک ساختاری مانند ایران شما وقتی دست بزنید به نمونه کازرون، پیش اومد دیگه چند وقت پیش، جای دوری نمیخواد بریم، در کشوری مانند ایران شما وقتی میایید خطکشی میکنید، قومی تعارف هم نکنید، بگیم آقا ترک ها این ور، کرد ها این ور، فردا یک مشکلی پیش بیاد که حتما میاد، خیلی طبیعیه که بین ایالت ها، استان ها، بخش ها و همه اینا مشکلاتی پیش میاد، اون مشکل تبدیل به مشکل قومی میشه. در همه جای دنیا این شکلی بوده، ما یک نمونه نداریم که این اتفاق، این کار انجام شده و تبدیل به مشکل قومی نشده باشه. شما نگاه کنید، در برای نمونه در آمریکا وقتی که میان مشکل سیاه پوستان در نظر گرفته میشه، علیهش اون آقای کینگز میاد اون حرفا رو میزنن، جنبش به راه میفته و بعدن ادامه پیدا میکنه، نمیان بگن ما برای رفع تبعیض از سیاه پوستا میرویم ایالت سیاه پوستان تشکیل میدیم، هرگز این اتفاقی نمیفته. اگر ما فرض رو بر این بگیریم که ما برای رفع تبعیض که باید انجام بدیم و باید ازش بگذریم، باید که از جمهوری اسلامی بگذریم تا به رفع تبعیض در همه لایه‌هاش برسیم، که یکی از چیزهایی که امروز کاملا ما در واقع باهاش روبرویم، قضیه هویت فرهنگی که به شکل خاص سیاسی در اومده، ما نمیتونیم اینو ندیده بگیریم. جناب آقای عزیز، اگر که اجازه بدید صحبت شما رو من اینجا متوقف کنم. شما 11 دقیقه و نیم صحبت کردید، ولی ادامه گفتگو رو در دور دوم قطعا خواهید توانست ادامه. بانو قیاسفند. ممنونم تهی، مرسی، ممنونم از صحبت‌های آقای تبرزدی، که خیلی خوشحال شدم از صحبتاشون، برای اینکه باز همون صحبتهایی که انتظارش رو داشتم که بشنوم و دوست داشتم که بشنوم شنیدم، که در واقع با پذیرش در واقع با فدرال جغرافیایی موافق هستن، یعنی همون فدرالیست، اگر اشتباه نکنم منظورشون فدرالیست بر اساس آمیش و سرزمین هست. اما و مرسی از آقای گرامی، که من فکر میکنم صحبتهایی که من الان آماده کرده بودم که بگم آقایی در واقع یه مکملی براشون ارائه دادن. عرض کنم که جناب آقای تبرزدی، چند وقت پیش 10 سازمان با هویت قومی و طیف چپ توافقنامه و تفاهمنامه‌ای رو با هم دیگه امضا کردن که در اون از احزاب، نهادها، سازمانها و جریانهای جمهوری‌خواه و دموکرات دعوت به مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی کردند. قبل از همه بگم که به هر حال این دعوتنامه و این توافقنامه ارزشمند هست، به دلیل اینکه مسلماً بدون اتحاد نیروهای اپوزیسیون حکومت اسلامی
و در واقع بدون ایجاد یک آلترناتیو سکولار و دموکرات حافظ تمامیت ارضی که بتواند دوران گذار از حکومت اسلامی رو در واقع مدیریت کند، مسلماً این جمهوری اسلامی پایدار خواهد ماند بدون آن، و یا اینکه دیکتاتوری نظامی پیش خواهد آمد و یا اینکه به هر حال تمام ایران از هم خواهد پاشید. اما نکته‌ای که حائز اهمیت بود در مورد این توافقنامه که کمی هم نگران کننده به نظر می رسید این هستش که در بند دو، من اگر اجازه بدید یک تصویر رو شیر می کنم، بند دو از این توافقنامه رو اجازه می دید به من آقایی که مشهد انجام بدم؟ کمی درنگ بفرمایید. ممنونم. بند دوی این توافقنامه که البته با دعوت به اتحاد اندکی به نظر من منافات داره، من البته مقاله از آقای نوری علا هم خوندم در مورد این موضوع و دقیقا همین گزارشی هست که من الان دارم خدمت شما ارائه میدم، در واقع تحلیل آقای نوری علا هست که به نظر من خیلی منطقی میاد. حالا میتوانید شیر بکنید؟ الان شعر انجام شده اگر اشتباه نکنم. خب دوستان، بند دوی این توافقنامه اگر ملاحظه بفرمایید نوشته شده که کشور ایران سرزمینی است که در نتیجه همزیستی ملت‌های فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و دیگر مجموعه‌های زبانی و اقلیت‌های مذهبی و فرهنگی شکل گرفته است. برای اتحاد پایدار و با هم ماندن مردمان ایران ضروری است اولا هویت و حقوق ملی دموکراتیک این مردمان پذیرفته و حق تعیین سرنوشتشان به رسمیت شناخته شود. ثانیا تمرکز قدرت و مرکزگرایی تاکنونی جای خود را به عدم تمرکز و تقسیم قدرت در ساختار سیاسی ایران بدهد. ما خواهان اتحاد آزادانه و مردمان آزادانه مردمان ایران در یک سیستم سیاسی و اداری فدرال هستیم. اما نکته‌ای که در این متن حائز اهمیته، من کلماتی که حائز اهمیت هست رو با رنگ زرد نشون دادم. اگر شما اینجا نگاه کنید، در اینجا به جای اقوام یا گروه های قومی از کلمه ملیت استفاده شده. و در جای دیگر در ادامه خواستار هویت و حق ملی شدند در این بند. و خودتون میدونید حق ملی در واقع مرتبط هست با کلمه ملت. یعنی اینجا شاید یه بی‌دقتی کردن، اون بالا نوشتن ملیت، ملیت فارس، ملیت کرد، ملیت ترک و و و و در جای دیگر از حق ملی یاد کردن، یعنی ملت. و این رو هم بگم که همونجوری که الان آقای آقایی به خوبی توضیح دادن راجع به حقوق ملی، دیگه من توضیحات اضافه نمیدم. اینکه حق تعیین سرنوشت برای فرد افراد یک ملت وجود داره بر اساس توافقنامه های بین المللی و منظورم همون نکاتی هست که آقایی توضیح دادن، من توضیح دوباره نمیدم که تکراری نباشه. و نکته بعدی که در متن نوشتن تقسیم قدرت در ساختار سیاسی هستش و ایجاب اتحاد آزادانه مردم ایران، گویا اینکه مردم ایران تا کنون آزادانه با هم در چند هزار سال اخیر با هم اتحاد نداشتن و به زور و اجبار تا کنون با هم دیگه متحد بودند و اینجا خب جای سوال باقی میذاره. و اینکه خواستار سیستم سیاسی و اداری فدرال شده اند، فدرالی که حق ملی داشته باشند در اون، حق تعیین سرنوشت داشته باشند و همچنین تقسیم قدرت در ساختار سیاسی، حق تقسیم قدرت در ساختار سیاسی داشته باشن. اینجا این به این کلمه فدرال دقت کنید، این تعریف فدرال نیست بلکه این تعریف کنفدرال هست. مثلا برای نمونه اتحادیه اروپا یک کنفدرال هست که
اجازه بدید من اینو ببندم. عذر میخوام. مثلا اتحادیه اروپای کنفدرال هست که همین چند وقت پیش در واقع بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شد. عرض کنم که من حواسم رفت به نکته‌ای که یکی از دوستان در توضیحات نوشتن راجع به همین صحبت‌ها. دوست دارم که حتما بعدا نوبت بگیرن و در ادامه صحبت‌هاشون رو شفاهی مطرح بکنن. اما نکته‌ای که حائز اهمیت هست، آقای طبرزدی، این توافقنامه همونطور که می‌بینید بر خود مختاری و هم بر حق تعیین سرنوشت تکیه کرده. یعنی با همون توضیحی که شما فرمودید در همون ابتدا که شما با در واقع فدرالیسم بر اساس موقعیت جغرافیایی موافق هستید و اصلا معتقد هستید که اگر بر اساس تفاوت اقوام بخواد فدرالیسم صورت بگیره، در این صورت مطمئناً دیکتاتوری جدیدی پیش خواهد آمد. و همچنین بر این اساس من پرسشم از شما این هستش که چند وقت پیش نامه‌ای از شما خوندم که شما در اون از این توافق نامه و دعوت نامه حمایت کردید. میخواستم که لطف بفرمایید و در این مورد توضیح بدید. ممنونم. متشکرم از شما بانو قیاسفند. 7 دقیقه و نیم. جناب طبرزدی عزیز، خواهش میکنم بفرمایید. بله، سپاسگزارم از جناب آقایی و همچنین خانم قیاسفند. بسیار مطالب مفید و علمی و ارزنده‌ای رو فرمودن. ولی من از اونجایی که اصولاً توی زندگی سیاسی در واقع تشکیلاتی تربیت شدم و یه تفکر منطقی به این لحاظ هم دارم، دوست دارم که موضوعات رو دسته‌بندی کنم و تفکیک کنم و بعد نظرم رو عرض کنم. رفقای عزیز، ببینید، من به لحاظ پراگماتیستی عملگرایانه و با توجه به شرایطی که در داخل کشور ما داریم، مسئله مبارزات و مسئله اذیت مردم، سرنوشت مردم، شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی، چه در بدترین وضعیت کنونی، وضعیت به نظر من، حالا من 59 سالمه، اون 50 سالی حداقل که خوب یادم میاد، هیچ وقت ایران به این وضع نبوده. در تاریخ هم اگر خوندیم، مثلا مربوط به جنگ جهانی دوم و دوره های قحطی و اینها رو ما خوندیم، ولی خیلی کم پیش آمده که این اتفاقی که الان تو ایران افتاده برای مردم افتاده باشه. لذا یه نفر که تو ایران داره مبارزه میکنه به عنوان آزادیخواه، عدالتخواه، سکولار، علیه ظلم و ستم حاکم، این همه تلاشش رو میذاره برای اتحاد، هماهنگی، همدلی بین همه نیروهای دموکراسی خواه، نیروهای سکولار و نیروهایی که باور دارن به برابری و به عدالت. من از این نگاه وقتی که وارد میشم میبینم که 10 حزب و سازمان آمدن، بیانیه‌ای دادن، توافقنامه ای را امضا کردن که در اون توافقنامه در واقع همین اصول به علاوه ارجاع به افکار عمومی، به رأی عمومی، شما تو اون بیانیه وقتی نگاه میکنید دائم تأیید میکنه و تکرار میکنه که ارجاع به آرای عمومی، یعنی پذیرش آرای عمومی، پذیرش حق حاکمیت ملی. و لذا من از این استقبال میکنم به عنوان یک مبارز، به عنوان یک آزادیخواه. و در همون بیانیه‌ای که دادم و توافق نامه رو استقبال کردم، گفتم که برخی از اصول مثل نوع فدرالیسم و امثال هم بایستی که در مجلس مؤسسان تعیین شود، یعنی الان زمان اون نیست. لذا عزیزان، اولا این بحثایی که شما میفرمایید و بسیار هم مفیده، اینها بحثای مجلس مؤسسانه. و دوما این که خطاب اینها من نباید باشم، یعنی بایستی که شما از خود این ائتلاف دعوت کنید بیان و همین مسائل رو باشون مطرح کنید و پاسخ بگید، برای اینکه من استقبالم در واقع به نحوی مشروطه. استقبالم با ارجاع این گونه مباحث به مجلس مؤسسانی است که تعیین در واقع محتوا و شکل نظام آینده رو تعیین خواهد کرد. و
در چارچوب یک توافق و استقبال و در واقع اعلام حمایت از این روند به نظرم کار درستی انجام دادم. برای اینکه ما نمیتوانیم در واقع بنشینیم و مواضع خودمون رو با همه احزاب و شخصیت ها 100% کنیم، بگیم خیلی خوب من با حزب سکولار دموکراسی خواه در واقع مواضعم شد 100%، با آقای دکتر نوری علا هم هیچ مشکلی ندارم، رفیق هم هستیم، هم فکرم هستیم، حالا میشینیم اتحاد میکنیم. خب این که نمیشه که در واقع با توجه به وضعیت موجود که خودتون میدونید، ما ده ها حزب و سازمان و تشکیلات و بلکه بیشتر در داخل و در بیرون کشور، ببینید در بیرون کشور داریم، بخشی هاشون قدیمی و تاریخی بودن، بخشی هاشون بعد از انقلاب تشکیل شدن، در دوره های تشکیل شدن با اندیشه ها، با ایدئولوژی ها، با مانیفست های مختلف. ما نمیتونیم بگیم بایستی که به توافق 100% برسیم، بعد از این که روی مانیفستمون، روی اساسنامه و مرامنامه‌مون به توافق 100% رسیدیم، اون وقت میام توافق میکنیم میگیم میام ائتلاف کنیم. چون این چیزی ممکن نیست. ما بایستی که، من از اون طرف هم میخوام به عنوان یک شهروند ایرانی، به عنوان یک مبارز، که اون طرف هم باید این قاعده رو بپذیره. نه بایستی بگید که من این ائتلاف 10 حزب و سازمان رو تشکیل دادم با این اصول، حالا هر کی میخواد با من باشه و این اصول رو بپذیره. اصلا چنین چیزی نه منطقیه، نه دموکراتیکه و نه عملی. اما ببینید این موضع من، یعنی از موضع پراگماتیستی، از موضع عملگرایانه، از موضع این که یک مجموعه‌ای که اینها سکولاریزم، دموکراسی و ارجاع به آرای عمومی و اعلامیه جهانی حقوق بشر رو پذیرفتن، من از این منظر، بله اگر گروه یا سازمانی باشه 90% حرف خوبم بزنه، اما این اعتقاد به سکولاریسم نداشته باشه، اعتقاد به دموکراسی نداشته باشه، اعتقاد به عدم تمرکز، حالا البته باید تعریف بشه، نداشته باشه، من نمی‌کنم با اون بشینم. برای اینکه اون اصولی رو که الان من و در واقع مردم ایران ما معتقدیم دارم براش مبارزه می‌کنم، مثل دموکراسی سکولاریسم و در واقع ساختار دموکراتیک و پارلمانی و عدم تمرکز، اون نپذیرفته. حالا هرچه 90% که ما حرفا مشترک باشه، این یک مسئله بسیار شفاف. اما یه نکته ای رو حالا من وارد پس این موضوع، اما وارد متن بخوام بشم، با وجود اینکه این متن رو در واقع من ارجاع میدم، اولا باید در قانون اساسی در مؤسسان اتفاق بیفته و این بحث انجام بشه، و دوم اینکه اگر قرار اینجا بشه، من مدعی نیستم، برای اینکه من طرف نماینده اون ده سازمان و حزب نیستم، حتما خودشون باید. اما یه نکته ای رو بگم، ببینید دوستان عزیز، ما باید خیلی شفاف نظراتمون رو الان اعلام کنیم. این نیست که فقط در جمهوری اسلامی برابری قومی نبوده، تا اونجایی که ما میدانیم نبوده، یعنی اون تاریخی رو که ما میشناسیم در واقع برابری قومی در ایران نبوده، حقوق اساسی همه ایرانیان به ویژه اقوام و به ویژه از بین اقوام سنی مذهبی ها. ببینید مثلا شما کرد کرمانشاه دارید، کرد سنندج سنی هم دارید، یعنی کرد شیعه دارید، کرد سنی هم دارید. به نظر من گفتم توی این موضع یک کرد سنی هم. یعنی چی؟ یعنی من خودم رو در منتها علیه حقوق شهروندی که تا این امروز نظام فعلی و نظام قبلی برای یه شهروند قائل بوده، خودم قرار میدم و از اون منظر نگاه میکنم که اگر توی کرد باشی، سنی هم باشی، توی مملکت چه جایگاهی داری. خب در جمهوری اسلامی که تکلیف روشن بوده، بدترین، یعنی در واقع ظلم مضاعف، در پیش از جمهوری اسلامی هم وضع بهتری نبوده، و بنابراین متاسفانه یک تعریف علمی و دقیق برای برابری قومی ارائه نشده. مسئله این که زبان فقط باید زبان پارسی باشه و زبان اقوام دیگر، بله خب میتونن کردی حرف بزنن، لوری حرف بزنن، هر جای ایران میرن، ولی اون میگه من بایستی که هویتم رو، آموزش به زبان مادری این رو، این حقوقم رو تو به رسمیت بشناسی، که نه در نظام پیشین رسمیت شناختن، نه در نظام فعلی. ما بنابراین مسئله برابری حقوق اقوام ایران رو، ایرانی رو از منظر نگاه میکنیم، نگاه میکنیم، میگیم که چه باید کرد، چه ساختاری، چه ساز و کاری باید تعریف شود
که در آینده نظام سکولار دموکراسی ایران چنین تبعیض هایی، چنین خودی غیر خودی هایی وجود نداشته باشه، به ویژه مذهبی و ایدئولوژیک، قومی، زبانی، جنسیتی و سایر تبعیض هایی که به شکل سیستماتیک اعمال شده و می شود. بنابراین این مسئله فوق العاده اهمیت داره. ساز و کار و تعریف چه باید باشد؟ من معتقدم در جبهه دموکراتیک ایران تعریف کردیم، در تشکل‌های دیگه تعریف کردیم و شما هم در سکولار دموکراسی خوان اعلام کردید که ما در واقع به نحوی به نوعی ایالتی، به نوعی تقسیم قدرت بر اساس استان‌های ایران و در واقع توزیع قدرت باور داریم تو نظام اداری. این موضع شفاف ماست به دلیل در واقع ظلم تاریخی ساختاری که در بر حقوق مردم ایران، حالا چه کرد، ترک، لور، بلوچ، هر چیز گرفته. اما نکته دیگه ببینید، اون دوستان عزیزمون هم به نظر من یک اشتباه دارن میکنن. اینی که ما بیایم بگیم که نگید قوم، اتنیک و قوم نگید، حتما بگید ملیت. خیلی خوب، من میگم اگر یک واژه است من میگم ملیت، ما که دعوایی نداریم که سر لفظ و واژه که ما دعوا نداریم. شما میفرمایید ملیت، بسیار خوب، به جای قوم بنویسیم ملیت. اما اشتباه نشود که ما بعد بیایم بگیم خیلی خوب، حالا که شد ملیت، ما میریم به اعلامیه جهانی حقوق بشر ارجاع میدیم و در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده گفته که ملت ها حق تعیین سرنوشت رو دارن. دوست عزیز، اون ملت هایی که داره میگه حق تعیین سرنوشت رو دارن، ملت هایی که استعمار شدن، ملت هایی که در پیش از پایان قرن بیستم استعمار زده بودن، کشورشون اشغال شده بوده، و اعلامیه جهانی حقوق بشر وقتی که نوشته میشه میگه این ملت ها حق تعیین سرنوشت رو دارن، به معنای اگر دوستان میخواهن ارجاع به اعلامیه جهانی حقوق بشر بدن. اما اینکه حق تعیین سرنوشت برای آحاد شهروندان ایرانی، بله، آحاد شهروندان ایرانی حق تعیین سرنوشت دارن. لذا یک اشتباهی هم اون دوستان دارن میکنن. فرمای شما درسته، یعنی من با وجوده که این بحث ها رو بحث هایی میدونم که باید به ویژه در مجلس مؤسسان انجام بگیره و نمی بایستی این بحث ها موجب اختلاف ما شود، ما می بایستی که همدیگر رو به رسمیت بشناسیم، یعنی اونی هم که قومگراست رو به رسمیت بشناسیم، اونی هم که فدرال گراست به رسمیت بشناسیم، پادشاهی گرا به رسمیت بشناسیم، جمهوری خواه رو به رسمیت بشناسیم و با هم بنشینیم و گفتگو کنیم. دوگم برخورد نکنیم. من بگم من ده حزب و سازمان هستم، اینم اصولم است، آی تبرزدی، اگر شما قبول کردی با من هستی، اگر نکردی نیستی. نه، این دموکراتیک نیست. حق تعیین سرنوشتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تعریف میشه ما میدونیم، اونجا تاکید شده که در انتخابات ها و در واقع در یک کشور تعیین حق سرنوشت در یک کشور، حقوق اساسی در یک کشور به هیچ وجه نمی بایستی که امنیت ملی و چارچوبه اون کشور رو به هم بزنه. اینا رو شما میدونیم که حالا بعد میشینیم با هم دیگه با اون رفقا بحث میکنیم. لذا مسئله ای که وجود دارد این هستش که ما که مرکز هستیم و پارسی هستیم و چه دوستانمون که در قوم و در استانهای خودشون هستن، ما میبایستی که با همدیگه گفتگو کنیم، اصول دموکراسی رو بپذیریم. بله، همه ما معتقدیم سکولار باید باشه، معتقدیم عدم تمرکز قدرت باید باشه، معتقدیم که پارلمانی باید باشه، چند حزبی باشد، چند صدایی باشد، فردگرایی نباشد و و و اصول دموکراسی. اما اختلاف نظر هم با هم داریم. بنابراین وقتی که بحث در واقع دفاع از حقوق اقوام می شود و من به عنوان یک ایرانی موظف می دونم خودم رو دفاع کنم، به دلیل ظلم تاریخی است که به اونها شده و این ظلم تاریخی رو با تعارف نمی شه حل کرد. به قول دوست عزیزمون، این حقوق رو کسی نیست که بخواد به کسی دیگرانی بدهد. حقوق اساسی، حق تعیین سرنوشت، صحبت به زبان مادری، آموزش زبان مادری، در واقع برابری در همه سطوح و در واقع تحمیل نکردن یک زبان یا یک فرهنگ بر بقیه اقوام ایرانی، اینا چیزایی است که حقوق اساسی، این حق آزادی، این حق دموکراسی. لذا من میخوام عرایزم رو اینجا جمع بکنم و اونم این استش که من دعوت میکنم از عزیزانی که با دقت روی این واژه ها تاکید میکنن، این سوی قضیه رو ببینن. ما یک پیشینه تاریخی داریم که در این پیشینه تاریخی ما به اقوام ایرانی ستم شده، به نام
مرکزگرا، به نام شیعه، شیعه گرایی، به نام حتی زبان پارسی، این اتفاق افتاده، بی‌اعتمادی ایجاد شده. اون کرد زبان یا اون لور یا اون عرب یا اون ترک من میگه فلانی. این بحث امروز ما هم نیست. من یادم از سال 75-76 ما با نمایندگان این عزیزان در همین داخل ایران میشستیم صحبت میکردیم، به من گفتن فلانی تو حرف نسیه ما قبول نمیکنیم. جبهه ملی ایران نمایندهاش بود، پالیناییست ایران نمایندگانش بود، جبهه دموکراتیک ایران بود، جلساتی داشتیم، حزب دموکرات کردستان بود. میگفتن شما بنوشته به ما بدید که در آینده ایران این برابری حقوق قومی رو در واقع میپذیری، یعنی تو تبرزدی بایستی که در مجلس مؤسسان آینده بیای از حقوق من دفاع کنی و نگی که اکثریت هرچی گفتن. ممکنه اصلا اکثریت بیان بگن هیچ حقوقی نیست، ما حتی اینجا دموکراسی توافقی رو باید مطرح کنیم، یعنی باید بشینیم با هم صحبت کنیم، گفتگو کنیم، جنجال کنیم، جدل کنیم. خیلی خوب، با همدیگه به توافق برسیم، به توافق هم میرسیم، برای اینکه ما بایستی که برای اولین بار در تاریخ ایران اثبات کنیم که برابری قومی رو میپذیریم در همه شئون. من قبول ندارم که ایران کشوری است که این اقوام آمدن کنار ایران، ایران رو تشکیل دادن. نه، اینجوری نیست. ایران یک کشور پهناوری بوده، بخشای زیادش از بین رفته، اقوام در این کشور پهناور زیست میکردن و کشور خودشون بوده. دموکراسی رو هم تقلیل نمیدیم به اینکه 10 تا 15 تا قوم بیان بچینن، نمایندگانشون با هم توافق کنن و بعد یک مجلس تشکیل بدن. این توافق رو هم قبول نداریم. این دموکراسی، این هم دموکراتیک نیست. دموکراسی توافقی یعنی اینکه با وجود اینکه ما این اصولی مثل تمامیت ارضی به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر رو قبول داریم، برابری قومی رو قبول داریم، برابری جنسیتی رو قبول داریم، سکولاریسم رو قبول داریم، همه اینا رو قبول داریم، وقتی که میخواهیم یک ساختار سیاسی اداری بنویسیم که این حقوق رو تضمین کنه، اونجا بشینیم با هم چکوچونه بزنیم و به اصطلاح حل کنیم. به نظر من هیچ کدام از احزاب و سازمانهای شناخته شده ایرانی تا کنون علم و پرچم تجزیه طلبی رو بلند نکردن. میگه آقا ما میخوام از ایران جدا بشیم. میگوید اگر حقوق من رو به رسمیت نشناسیم من نیستم. ما باید نشون بدیم حقوق رو به رسمیت میشناسیم. یعنی وقتی که ببینن نمایندگانشون در همه شؤون حق اظهار نظر دارن، عضو هستن، مشارکت دارن به شکل برابر، خب مگر اونها در واقع مشکلی دارن که بخوان مسئله تجزیه رو مطرح بکنن و مسئله جدایی از ایران؟ قطعا اینجوری نیست. وقتی که یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی 40 سال میاد به یک ملتی ظلم میکنه، یه بخشی حاشیه یا مرزها ممکنه میگه خیلی خوب من که دیگه مثل تهران نیستم بشینم ظلم بشم، که من اصلا هم دست میگیرم میجنگم با ظلم. یا مثلا در دوره پهلوی آمده همین اتفاقات افتاده، این میاد میگه خب بالاخره من یه جایی، حالا اون چه آزادی خواه باشه، نمیدونم چه قوم باشه، طبقه و سمت باشه، بالاخره صداش در میاد، میگه من نیستم دیگه، میجنگم، مبارزه میکنم. ما نبایستی که این نظرات رو حمله بر این بکنیم که بله اون حزب گفت که من حق تعیین سرنوشت رو برای من به رسمیت میشناسین، اگه نشناسین یعنی من میرم دیگه از ایران، حتما میخوام تجزیه کنم. اون از یک بابت هم این، اگرچه من تایید نمیکنم این گفتمان رو، ولی به این رو قبول کنیم، اون یه جورایی داره به ما هشدارم میده، میگه آقا بیاد برای خانم، آقا بیاد برای اولین بار حقوق برابر ایرانیان رو به رسمیت بشناس. یه حقوق مذهبی هست، یه حقوق زبانی هست، یه حقوق نمیدونم جنسیتی هست، یه حقوق. ما در تاریخ ایران نگاه میکنیم، ببینید در یک سده اخیر از طریق شیعه بهایی رو قلقم کردن، بابیگری رو قلقم کردن، الان اومده سنی رو قلقم میکنه، نمیدونم نوکیش مسیحی رو قلقم میکنه. خب این نوکیش مسیحی، این بهایی، این یهودی، یه جا صداش در میاد میگه بابا این کشور مال منم هست. آیا کسی هست که فریاد من رو بشنوه و بیاد با من تشویق مساعی کنه برای حقوقم که اون حقوق رو به دست بگیرم، یا اینکه نه مثلا برم من هویت خودم رو نفی کنم؟ به نظر من بعضی از این قهر کردن ها، بعضی از این شرط و شروط گذاشتن ها به لحاظ ظلم و ستم تاریخی است. این ظلم و ستم تاریخی رو که شما و من و دیگران انجام ندادیم، که قدرت های حاکم، دولت های حاکم آوردن. حال ما نباید دعواش بکنیم، این دعوا رو ما نباید بکنیم.
جمهوری اسلامی به عنوان قدرت حاکم دوست داره این مسائل رو دامن بزنه. بله اینها تجدید طلبن، اینها نمیدونم چنینن، اما چنانن. من و شما که نباید این حرف رو بزنیم. من و شما بایستی بگیم خیلی خوب گروه عزیز، دوست عزیز، شما اون مواضع رو داری؟ بسیار خوب، ما سر فرصت با هم میشینیم حرف میزنیم، چک و چونه میکنیم، جدل میکنیم، به توافق میرسیم. اگر به توافق نرسیدیم اون وقت شما بخواهی باز با همین گفتمان و جدل با هم مخلصتون هم هستون با هم دیگه میتونه حرف بزنیم. یه وقت ممکنه به توافق هم نرسیدیم، نهایت تا آمدی گفتیم من میخوام تجزیه طلبی کنم، من میگم من نمیتونم بجنگم، باید بجنگیم با هم دیگه، اونجا دیگه بحث جنگه. ولی به نظر من ما نیازی نیستش که از همون ابتدا بخوایم جنگ کنیم، گفتگو میکنیم، به همدیگر رو به رسمیت میشناسیم، تا اونجایی که ممکن هست با همدیگه تسامح میکنیم، قطعا هم موفق میشیم. من به عنوان یک کسی که از حقوق اقوام، اقلیت‌های قومی، مذهبی، جنسیتی، نمیدونم گروه‌هایی که در واقع در اقلیت هستن دفاع میکنم و افتخار خودم میدونم، در این حال این رو هم عرض میکنم که ما یک خط قرمزهایی رو داریم. ایران و تمامیت ارضی ایران، استقلال سیاسی ایران، خط قرمز همه ایرانیان است. حالا اگر برخی از احزاب و گروه ها آمدن، ما نشستیم با ما که میگن نمایندگان مردم، حالا من عضو مقام میگم، نشستن با هم صحبت کردن، گفتگو کردن، تولرانس داشتن، تسامح داشتن، هم وقتی دیگه حزبی داره بهانه‌گیری میکنه نه یه مسئله دیگه ای داره، این میخواد اصلا بجنگیم، کم نمیاریم که بجنگ تا بجنگیم. لذا اونی که میاد با ما حرف میزنه، میاد حرفشو میزنه با آقای دکتر نورعلا، با حزب سکولار دموکراسی خواه، با حزب دموکرات، با حزب مشروطه، با هر حزب دیگری میشینه حرف میزنه، نظراتشو میده، یعنی میگه من، ما با هم رفیقیم، ما با هم اهل گفتگوییم. کجا شما دیدی که فلان حزب نمیدونم طبرزدی گرامی، شما 20 دقیقه تا الان صحبت کردید، اگر که تمام است خواهش میکنم که اجازه تمام. سپاسگزارم از شما. فقط من این رو اضافه کنم، چون فرمودی که باید در جایی مطرح بشه که اونها خودشون باشن، من فقط میخوام موضوع این میزگیر رو یک بار دیگه برش تاکید کنم که این چرایی حمایت از این فراخوان هست. یعنی البته توضیحاتی هم که شما ارائه دادید و متشکرم ازتون در همین زمین است که چرا این کار کردید، ولی برای بینندگان عزیز و هموندان تاکید میکنم که اینجا ما در واقع چرایی این حمایت رو داریم بررسی میکنیم. بله، ولی من امضا نکردم، من حمایت کردم. اگر من امضا کرده بودم باید راجع بندمند اون جواب میدادم، ولی من امضا نکردم، گفتم توافق خوبی است، اصولی از اون هم بایستی که در مجلس مؤسسان تصمیم شود، از جمله این بحث حق حاکمی، حق تا انسان نبیش و بحث نوع فدرالیسم. سپاسگزارم از شما. جناب آقایی عزیز بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. خب بسیارم خب، من گفتارم رو ادامه میدم از جایی که پایان یافت. قضیه یه تمامیت ارضی رو من داشتم میگفتم که دوباره آقای طبرزدی هم بهش پرداختن. قضیه این هستش که این تمامیت ارضی ایران دقیقاً یک بستری است که این مردم درش زندگی میکنند، و اگر این به هم بریزه، مایه جنگ بشه، مایه خونریزی بشه، اصولاً مردمی باقی نمیمونند که ما بخوایم برای اونا دموکراسی رو تبلیغ بکنیم. قضیه این هست، شما در آغاز یک کشوری رو دارید، مردمی در اون کشور زندگی میکنند، بعد برای اونها حقوقی در نظر گرفته می شود. در آغاز حقوق نیست، حقوق که برای در واقع هیچ نوشته نشده یا درخواست نمیشه. این مردمی باید باشند، ملتی در اونجا زنده باشد، تا بعد حقوق برای اونها بخوایم. ما بخوایم که در واقع این نگرانی من، اون دغدغه من این هستش که ما با فرمی که این دوستان میگن که این بیانیه رو نوشتن، ما به یک خطکشی و مرزکشی میرسیم، بعد در اون باعث جنگ خواهد شد، خونریزی خواهد، حتی اگر اون سیستم به وجود بیاید، سیستم ناپایدار، خیلی لرزان و
ببینید شما وقتی مناطق قومی درست کردید، قومی نمیگید، شما مناطقی درست کردید که با هویت و چیستی اون آدم ها در ارتباطه. بیاید ایالت سیاه پوستان و سفید پوستان درست کنید، زرد پوستان. ما این طائفیه که در عربی بهش میگن یا فرقه گرایی که در فارسی بهش میگن، تو نمیم چه ترجمه درستی است یا نه، ما در از نمونه های تاریخی این قضیه سکتاریانیزم، قضیه جنگ چالدران هست. گروهی از اردبیل پا میشن میان ایران رو میگیرن، هویت شیعی بهش میدن، به خاطر این هویت شیعی در برابر عثمانی ها جنگ بزرگی رو راه میندازن سال 1514 میلادی. این از نمونه های بارز دنیا هستش که درس میدن این رو. ما نمونه های این شکلی هم. پس از اون ما جنگ هندوها و مسلمانان رو داریم در هندوستان، قضیه نبرد کاتولیک ها رو داریم در ماگدابورگ با پروتستان ها و نمونه خیلی فراوان. من میتونم همینجوری برای شما بگویم اینا رو، سالهاش هم بگم که چه سالها اینا پیوسته به وجود اومده. بنابراین قضیه این که اصلا ملتی باشد، این قضیه وقتی تبدیل به یک خواست جدی بشه ما بگذریم ازش، مردم فکر بکنن که برای نمونه یک گروهی یک حزبی میرود این ملت بشه تابید که اینها دارن این حق تعیین سرنوشت رو که ما برش توافق کرده بودیم میگیرن، ولی اینکه بماند این اتحادی که اصلا دارن گفتن برای جمهوری فدرال، این هم در واقع ویژگی هاش باید باشه. خب آخه این چه جور اتحادی است؟ اتحادی برای اتحاد گسستنی که پشتیبانی از اون هم راه به گسست میبره. آقای تبرزدی من فکر نمی کنم که این شکلی باشه، یعنی نکات ویژه‌ای هست که اینها توی دستبندی، توی همه کارها، تو پروژه هم شما کارهای مهمتر دارید، کارهای دست پایینتر دارید. این قضیه اصول بودن یک ملت، زنده بودن، جاری بودن یک ملت، جریان داشتش، این اصل اول زنده بودن، حق اولیه انسانیه. شما بنابراین امنیت رو نمیتونید فدایی به راحت بگید که آقا ما چون یک دموکراسی هست، همونجور که شما خودتون هم فرمودید که ما باید یک کشوری داریم، ولی اینها بودن کشور، بودن اون مردم، بودن اون زنده، مردم زنده برجسته تر است از داشتن حقوقشون. ولی در مورد حقوق کاملا حق همه در واقع هر کسی هست حتی هویت خودش رو انتخاب بکنه. امروز ما حق نداریم بگیم تو ترکی یا ترکی یا آذری با زال هستی یا با زی هستی، هرچی خودش میگه اون همونه، به دولت هیچ ربطی نداره که بخواد دخالت بکنه بگه نه تو اینجوری هستی، تو کردی یا کردی، خودش میگه من اونم اونه. میخواد به هر زبونی میخواد حرف بزنه باید بره حرف بزنه، میخواد بره مؤسسه را بندازه بره بندازه، حقشه. اگه نزاری گرفتی ازش، نه اینکه بخوای اعطا بکنیم این رو بهش. اینا اصلا حقوقیه که طبیعیه. در مورد اینکه در مورد دموکراسی میفرمایید که ما برویم اونجا صحبت کنیم شاید مردم بگن نه، ببینید قضیه میشود سر داستان خمینی، یا همین حرفی که آقای چیزم میزنن، آقای شریعت نادر، شما هم پشتیبانی کردید که آقا ما بریم سر جمهوری اسلامی رأی بگیریم مردم بگن نه، اگه گفتن آره چی؟ آیا خود گنجاندن جمهوری اسلامی به عنوان یک بند از یک رفراندوم، آیا این دموکراتیکه؟ اینکه شما داعش رو بگذارید که آیا آقای مردم، آیا شما داعش میخوایید؟ این با سرشت دموکراتی، با سرشت ذات دموکراسی ناسازگار است. بنابراین من فکر میکنم ما مواردی هستش که جز حقوق بنیادین هست و الان جز حقوق بشر هست و اینا، ما اصلا سرش چونه نمیتونیم بزنیم که مردم حق ندارن در مورد حقوق بنیادین همدیگه رأی بدن. شما همه مردم دنیا هم رأی بدن که یک چشم من رو در بیارن، حق این کار رو ندارن، این حق عمومی بهشون داده نشده که بخواد براش رأی گیری بشه. بنابراین این حق هم نباید، نخواهد بود که حقوق فرهنگی از کسی گرفته بشه. اینکه در جمهوری در گذشته یک چیزهایی پیش اومده که گذشته که آقای تبرزی ما همین مگه اعلامیه و جهانی حقوق بشر چه سالی نوشتن، حقوق زنان چه سالی بوده و همه اینا، برای ما تاریخ خیلی پر افتخاری من فکر میکنم که در زمینه حقوق انسانی جای دنیا نداشته و ما هم روش، و بنابراین خیلی روونده میشه ما رو افتاد. البته بوده، همه چی بوده، ولی امروز که ما در دنیای مدرن زندگی میکنیم خواستهای مدرن داریم. دیروز شاید نمیدونستیم این چیزا وجود داره، این خواستها هست. امروز که وجود داره ما میخوایم، حالا
این حقوق رو برای تک تک ایرانی ها با هر فرهنگی که دارن، با هر لباسی که میخوان بپوشن. ولی بریم دوباره سر قضیه موضوع خود این شما چند تا مورد رو میفرمایید، این که ما بریم در مجلس مؤسسان این حرفا رو بزنیم. اصولا من اصلا شک دارم که مجلس مؤسسان جای اینجور کارا باشه و اصلا گستردگی حقوقی به اون صورت داشته باشه که بتواند که در مواردی بجز خود پایه‌ریزی یک ساختار دموکراتیک بتواند چانه‌زنی بکنه. مجلس مؤسسان یک در واقع پرایمری اتوریتی داریم، قدرت بنیادین، اون میاد یک در واقع بیسیک لا یا اون قوانین ابتدایی چارچوب اون ابتدا رو میریزه، بعد اون میره مجلس مؤسسان بر اساس اون راه میفته، یک چارچوبی رو میریزه، بعد قوانین جاری کشور بر اساس اون چیده میشه. یعنی یک سری مراحلی داره. اینجوری شما همه رو بخواید بگنجونید تو مجلس مؤسسان یا سر همون قضیه ممکنه ما به مشکل بخوریم. بعد در نظرم بگیرید مجلس مؤسسان در چه دوره‌ای به وجود میاد. در دوره‌ای که یک حکومتی رفته، حکومت لرزان موقتی سر کار هست، سری باید دولتی تشکیل بشه، مردم خوراک و ترابری و نمیدونم و همه اینها رو هوا هستش و بنابراین اونها باید بهش رسیدگی بشه. اگر اون دوره سری نگذره و یک بستری برای البته ویرایش قوانین هم باید باشه، اگر ما نتونیم انجام بدیم و بحثامون رو انجام نداده باشیم، اونجا موقع به دوره بدی برای ما تبدیل میشه، پر از تشنج و نمیدونیم چی پیش میاد. و قضیه خودگردانی و خودمختاری هم من بهش میگم که این دوستان بهش اشاره میکنن. خودگردانی اینکه گردش کار هر، مثل این مدل فرانسوی که از در اروپا راه افتاد و در همه جای جهان رفتش، مدل کمون پاریس و حالا نکات دیگر، هر شهری حاکمیت اون شهر، حق مردم اون شهره. من این رو هم بگم، من برای خیلی این دوستان رو هم باور ندارم که میان میگوین که بله عدم تمرکز، ولی وقتی عدم تمرکز شد، عدم تمرکز برای دیگران، به منطقه ما که رسید ما میخوایم همه این مناطق رو با هم یکی بکنیم که حاکمیتش دست خودمون باشه. اینم از اون نکاتیه که دودلی برای من به وجود میاره. این حق خودمختاری از اون چیزهاییه که آدم رو نگران میکنه که خب این حق خودمختاری رو باهاش میخوان چیکار بکنن. این زن و شوهری که به قولی میگن 40 سال با هم زندگی کردن، حالا حق جدایی رو برای چی میخوان بجز برای جدا شدن؟ حتی بگم من این رو، ما گروه های جدی تجزیه طلب داریم، یک سری گروه هایی هستن برای خودشون هم چیز برگزار میکنن و نمیدونم همایش دارن و از اینجور چیزا، اونها اصلا کاملا تجزیه طلبن و قضیه شون با این چیزی که ما میگیم یه مقداری متفاوته و یه مقدار که خیلی متفاوته. ولی استفاده از عبارات این شکلی، استفاده از کشور کثیرالمله به معنای حقوقیش آسیب رسان خواهد بود. ما با این حرفا به جایی نخواهیم رسید. در مورد نکاتی که شما فرمودین، قضیه ارجاع به آرای عمومی و حقوق زنان یا نمیدونم اینکه حالا حتما باید به شکل حزبی باشه یا نیمه حزبی باشه، اینها ارجاع به حقوق و به آرا که یک چیز طبیعی است. یعنی اگر کسی بگه نمیگه هیچ گروهی من نمیشتم و بگوید که ما میخواییم که دیکتاتوری در فردای ایران را بندازیم. و در مورد مجلس مؤسسان هم بهتون گفتم نکات رو. ما در همین مهستان، در همین جایی که نشستیم، ما عرب زبان داریم، ترک داریم، کرد داریم، لور داریم، همه جور. یعنی اینجا ما یک آمیخته ای هستیم از در واقع اون چیزی که در ایران هستش و خیلی راحت هم کنار هم نشستیم. این نکته رو میخوام بگم که الزامن کسانی که میگویند که ما برای قوم فلان میخواهیم که یک قومی رو نام میارن، میگن که ما برای اون قوم میخواهیم که یک درخواست هایی رو داریم، نماینده اون قوم نیستم، به خاطر اینکه من از اون قومیت دوستان بسیار فراوانی دارم، در همه احزاب پخش هستم، از حزب کمونیست کارگری بگیرید تا نمیدونم حزب ما، حزب مشروطه، در همین مهستان هستن و اعلام هم میکنن که اون احزابی که داعیه داره در واقع درخواست های قومی هستن، نماینده ما نیستن. اون چیزی که من میخوام این جایی هست، این حزب کمونیست کارگری است یا این حزب مشروطه است که من درش هستم. و بر روی من، آقای طبرزدی، من یک چیزی هم از شما گله‌ای که دارم این هستش که شما مفاهیم رو خیلی روشن بیان نمی‌کنید. برای نمونه در مورد مفهوم ملت یا برخی چیزهای دیگه یک مقداری قضیه رو
به گونه میگید من در نمیابم. این رو اگر حالا در بخش پرسش و پاسخ ها راهی براش بیابید و چیزی بگید ممنون میشم که ملت ایران دقیقا چه هست و شما چجوری ازش تعریف میکنید. آخرین نکته من بگم، من فکر میکنم من هم زیاد سخن گفتم جناب آقای ابتهی، این که شما به همراه گروهی چیز کردید، رفتید اون شورای دموکراسی خواهان رو در واقع راه انداختید یا به هر حال بنا کردید به هر صورتی، بیشتر کسانی که اینجا این در واقع امضا کردن این بیانیه رو تو اون شورا هم هستن، آیا بهتر نبود شما برای اتحاد در واقع امضا می کردید این رو اگر اینقدر به اتحاد باور دارید و این همراهی رو، یا اگر خبر نداشتید یا بعداً متوجه شدید این شک رو برای من به وجود میاره که شما یک جوری نخواستید امضا بکنید این رو به خاطر نکاتی که درش بوده و تنها بعداً خواستید که پشتیبانی بکنید، این رو هم اگر روشن بکنید ممنونم. خیلی ممنونم آقای ابتهی. متشکرم از شما جناب آقایی. شما هم قدری کمتر از 13 دقیقه تا تقریبا 13 دقیقه صحبت کردین. متشکرم. دوستان برای پرسش نخست عدد 1 رو بزنید خواهش میکنم و وقت بگیرید پرسشاتون رو محبت کنید، ظرف 1 دقیقه مطرح کنید. دکتر نوری علای گرامی خواهش میکنم میکروفونتون رو باز کنید و پرسشتون رو مطرح کنید. بله. سلام مجدد میکنم خدمت خانم ها آقایان و تشکر از جناب طبرزدی که بعد از سالها دوستی با هم اولین باره که در یک جلسه روبروی هم نشستیم. من یک مشکلی دارم که آقای طبرزدی پاسخی هنوز بهش ندادم و اون اینه که فرمودن که ما هممون دارای خط قرمز های هستیم. مثلا اگر یک کسی بیاید بگوید که من سکولاریسم یا دموکراسی رو قبول ندارم، دیگه خب بحث کردن و اتحاد کردن با چنین آدمی که ممکن نیست. بنابراین خط قرمز وجود داره و باید هم در اتحادهای گفتگوی اتحادها کوشش برای اتحادها مورد نظر قرار بگیره. سوال من اینه که حق تعیین سرنوشت آیا نباید جزو همونهایی باشه که خط قرمز هست؟ چون حق تعیین سرنوشت خیلی روشن از زمان استالین تا به امروز معناش این بوده که هر وقت دلم خواست سرزمینم رو برمیدارم و میرم. شما مجبورید هوای منو داشته باشید، خواستای منو اجرا کنید، اگر نکردید و من ناراضی بودم من میذارم میرم. یعنی درست همون حق طلاقه. یعنی هرگاه که من از این ازدواج راضی نباشم جدا میشم. در حالی که در مورد اعوام ایرانی ازدواجی در کار نبوده، ما 2500 سال 3000 ساله که با هم زیر آسمان زندگی کردیم. بنابراین حق طلاق خواستن در این موقعیت یعنی که من طلاق میخوام. به خصوص که در بنیادنامه برخی از این احزابی هم که این مسئله رو امضا کردن یه افزوده ای هم هست و اونی که حق تعیین سرنوشت تا حد جدایی، یعنی اینو دیگه مصرحش کردن. من سوالم واقعا از آقای طبرزدی به عنوان یک سکولار دموکرات شناخته شده با یک زمینه بلند تاریخی این هستش که چطور سکولاریسم و دموکراسی خط قرمز هست در امر اتحاد، اما خواستن حق جدایی یا حق تعیین سرنوشت به اصطلاح دیگه آنم به زمینه خودمختاری اون نیست و می شود با اینجور آدم ها نشست صحبت کرد. به خصوص که ما که از زیر بوته در نیمدیم، که ما الان 15 سالی که داریم مرتبا در جلسات مختلفی داریم صحبت میکنیم، اول کار نیست که جر بزنیم و به همش بزنیم. این آقایون یک بار تا به حال نیامدن نشان بدهند که در زمینه حق خودمختاری و حق تعیین سرنوشت توضیح بدهند. لاغت این رو به عنوان اونا خط قرمز خودشون گذاشتن برای صحبت با آقای طبرزدی، اما آقای طبرزدی این خط قرمز رو رعایت نمی کنه. و بعدم اگر نارضایتی شرط جدایی باشه، خب بهائی‌ها چی کار کنن؟
به اونا هم تبعیض شده، اونا کجا چی رو جدا کنن کجا برن. به نظر من اصلا جدا شدن راه حل هیچ چیزی نیست در موقعیتی که ما حکومت اسلامی داریم. و من خودتون میدونید من در حال حاضر دارم همکاری مشروط میکنم با آقای شریعت مداری و آقای تبرزدی هم در همون جمع هستن و واقعا برای من یک معضلی پیش آمده است که چطور این دو آدم میخواهند این اتحاد رو به وجود بیارن بین سازمان‌های مختلف و بعد سختگیری نمی‌کنن در مورد مسئله جدایی، اون هم با احزابی که اصلا معلوم نیستش که مشروعیت خودشون از کجا آوردن و آیا مردم مناطق مختلف کشور هم همین نظر رو دارن یا نه. بنابراین من خیلی دوست می‌دارم اگر که دوست عزیزم آقای تبرزدی روشن بکنه که چرا در مورد سکولار و دموکراسی سختگیری میکنه، میگه این خط قرمزه، اما در مورد از کنم که خواستاری حق تعیین سرنوشت این سختگیری رو نمیکنه. خیلی ممنون میشم. سپاسگزارم از شما جناب نوریالا. جناب تبرزدی عزیز خواهش میکنم شما میکروفونتون باز کنید پاسخ بدید. بله خدمت شما عرض کنم که صحبتی که من دارم این هستش که در واقع در همین اعلامیه‌ای که این 10 تشکل به عنوان توافق امضا کردن، اولا بر ارجاع با آرای عمومی پایه کارشون قرار دادن. در هر امری من ندیدم استثناء بکنم بگم که ما یک امر خاصی رو فقط ارجاع میدیم. این یک مسئله. مسئله دیگر این که بر دموکراسی، بر سکولاریسم، بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید گذاشتند. بنابراین همه اینها از دیدگاه من مثبت هست. تنها نکته‌ای که وجود داره و در اعلامیه استقبال من هم آمده این استش که برخی از اصول توافق مثل نوع فدرالیسم و موارد دیگر می بایستی که در مجلس مؤسسان بحث شود. یعنی چی؟ یعنی که من نوع فدرالیسم مورد نظر خودم رو دفاع می کنم که ایالتی است و جغرافیایی است. و یعنی این که برداشت اساسی که برای مردم یک کشور هست مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت یعنی حق حاکمیت ملی، یعنی در برابر دموکراسی ها، ایدئولوژی ها، دیکتاتوری ها. حق در واقع تعیین سرنوشت به معنای این نیستش که من حق دارم پاره ای از ایران رو ببرم مستقل کنم. اگر در اعلامیه با این صراحت گفته بود که من این حق رو به خود میدهم که پاره ای از ایران را هر وقتی که خواستم جدا کنم، من نه تنها تایید نمی کردم بلکه نقد می کردم. خب حرف بزنن، اعتقادشون رو باشه، اشکال نداره، جرم که نیست. هر باور و اعتقادی که هر باور و اعتقادی رو هر گروه و فرد و جریانی باید حق داشته باشه بگه. اما در این اعلامیه نمیاد بگه که من می خواهم بخشی از این حق تعیین سرنوشتی، به همین دلیل من ارجاع میدم. میگم خیلی خوب، این حرفت رو من میذارم توی مجلس مؤسسان میشینیم صحبت میکنیم، اونجا ما میشینیم بحث میکنیم و میگوییم که حق تعیین سرنوشت برای یک کشور و در واقع یک بخشی از مردم از همدیگه قابل تفکیک نیست. لذا اولا قابل بحث است، یعنی اونها شفاف نکردن و بحث تجزیه یا جدا کردن از ایران رو نیاوردن. دوما این که من جزء امضا کننده ها نیستم. سوما من ارجاع دادم به آینده. و چهارما این که همه توافق ها به نظر من در آینده اینجور خواهد بود. من یک نکته ای که دوست عزیزم پیشتر اشاره کردن راجع به شورا، اگر فرصت داشته باشم توضیح بدم، شورای دموکراسی خواهان. در شورای دموکراسی خواهانی که تشکیل شده، البته اونجا هم من خیلی سریع بگم، نظراتی که من به عنوان دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در درون کشور داشتم همه لحاظ نشد. جبهه دموکراتیک ایران یک عضو اونجا بود، چند تشکیلات بود، همه لحاظ نشد. بیرون آمد، من در اون اعلامیه که آمد و نوع فدرالیسم رو به مجلس مؤسسان ارجاع داده بود،
و سخنی هم در مورد مسئله جدا کردن ایران به هیچ وجه مطرح نبود و مطرح نیست. اما در مورد پیمان گروه های دهگانه، نخیر، من در جریان نبودم. من وقتی که دیدم چنین پیمانی با ارجاع، ببینید جناب دکتر نورالله شما استاد هستید و از من هم قطعا بهتر میدونید، وقتی که یک گروه میاد میگه که ارجاع و آرای عمومی در همه امور، من و شما فردا تو مجلس مؤسسان میگیم خیلی خوب، اما نمیشه که شما یه جایی رو بگید ارجاع به آرای عمومی، یه جایی بگید فقط به مردم ترکی، که نمیشه که. بنابراین به قول دوستمون کوسه اورشلیم که نمیشه. دست ما، من میخوام تو این قضیه شفاف بگم، دست ما به لحاظ اصول دموکراسی خواهی، اعلامیه جهان حقوق بشر، مسائل حقوقی، مسائل تاریخی، دست ما بالاست. نسبت به کی؟ نسبت به گروه هایی که بخواهند به بهانه حق تعیین سرنوشت یا فدرالیسم یا هر مخت خود مختاری ایران رو تجزیه کنن. به لحاظ حقوقی نمیتونن، به لحاظ سیاسی نمیتونن، به لحاظ تاریخی نمیتونن، فقط و فقط یک جهت میتونن و اسلحه دست بگیرن. اونم که نتیجه نگرفتن و نخواهن گرفت. بنابراین به نظر من میبایستی که در اینجا با تسامح برخورد. سپاسگزارم از شما جناب طبرزدی. من از جناب جوانپیکر معذرت میخوام، ایشون وقت نخست رو گرفته بودن، من ندیدم. بفرمایید، خواهش میکنم جناب طبرزدی پرسشتون، معذرت میخوام جناب جوانپیکر پرسشتون مطرح کنید لطفا. سپاسگزارم آقای عبدالهی، نیازی به پرسش نیست. جناب طبرزدی مجددا درود میفرستم خدمتتون. سخن من اساساً بر این مسئله است که ببینید، الان خوب میدونید میزگرد، موضوع میزگرد چرایی حمایت از این ده سازم، این فراخوان بوده. من سوالم در درجه اول اینه که اساساً اینجور شرط شروط ها، اینجور پیش شرط گذاشتن ها چه اندازه میتونه وجاهت قانونی داشته باشه؟ ما زمانی که میدونیم در خارج کشور تمام این احزاب و گروه هایی که تشکیل شدن همشون در واقع مجازی هستند، در یک فضای مجازی حرکت میکنن. چرا؟ چون شما میدونید که هر حزب و سازمان و گروهی قابل در دنیای واقعیه که در اون وزارت کشور اون دولت ثبت شده باشه و سیستمش شناخته شده باشه. در نتیجه اینکه به فرضم که اگه ما بیایم تمام این اصولی رو که این آقایون شروطی رو گذاشتن بگیم قبول، چه وجاهت قانونی داره؟ مگه ما کی هستیم؟ ما خودمون هم به اندازه همون آقا قانونیت داریم توی جامعه که اونا رو فرقی نمیکنه. ولی مشکل اینجاست که زمانی که اونا یه همچین چیزی رو میدونن و مسئله ما مبارزه با یک رژیم توتالیتاریسته که خصوصیات ویژه خودش رو داره، این پیش شرط گذاشتن ها به چه درد میخوره؟ آیا غیر از ایجاد تفرقه است؟ آیا غیر از اینه که جوی به وجود بیاد که نهایتاً بهرش رو رژیم حاکم ببره؟ و اینکه به فرض که این مسئله ارجاع به آرای عمومی هم که شما می‌فرمایید، در واقع توی این اعلامیه به اون صورت مشخص نشده که کدوم آرای عمومی به کدوم عموم، اقوام یا کل ملت. اگر مسئله ارجاع به کل ملت، یعنی همون قوانین دموکراسی و سکولار، چه نیازیه که الان این مسائل مطرح کنه وقتی که اصلا هیچ وجاهت قانونی هم نداره؟ متشکرم از وقتی که من نهایت دیدم. سپاسگزارم از شما. تصمیم پرسش شما از جناب طبرزدی بود. بفرمایید جناب طبرزدی. بله، خدمت شما عرض کنم. در مورد وجاهت قانونی، ببینید، خب این که بله، یک حزبی که بخواد در کشوری فعالیت کنه، اون در واقع اعلام میکنه که این حزب وجود داره، ولی به هیچ عنوان معناش این نیست که اجازه بگیره از
وزارت کشور، یعنی حتی در قانون اساسی موجود هم، چون ما این درگیری توی سالیان قبل داشتیم، قانون اساسی موجود هم نمیگوید که یک حزب برای فعالیت مجوز یا اجازه از وزارت کشور بگیرد، حتی همین قانون اساسی موجود، بلکه میگه بایستی که اعلام کنه، بگه این هیئت مؤسس هم هست، اینم اطلاع داشته باشد. ولی به هیچ وجه مسئله گرفتن مجوز نیست، که البته بعداً جمهوری اسلامی آمد یک کمیسیون ماده 10 درست کرد که دقیقاً بر علیه همین قانون اساسی خودشون بود و گفتش که معناش این هستش که باید اجازه بگیرید و همه احزاب رو قلقم کرد و اعلام کرد که منحله هستند و غیر قانونی هستند. بنابراین به لحاظ حقوقی اون چی که برای احزاب و اپوزیسیون ها در برابر یک رژیم دیکتاتوری مشروعیت حقانیت ایجاد میکنه، در واقع نظرات، برنامه ها و التزام اونها به حقوق اساسی مردم و نیز پایگاه اجتماعی اونهاست. به نظر من احزاب شناخته شده که الان مطرحن، اینها تاریخی هستند، تازه به وجود نیامدن، برخی از اینها 70-80 سال سابقه تاریخی دارن، هزینه های سنگینی دادن و اینها پایگاه اجتماعی گسترده‌ای دارن و به این معنا ما نمیتوانیم نفی بکنیم و به همین لحاظ هم قانونی هستن. اما اینکه چرا این تشکل‌ها، چرا این پیش‌فرض‌هایی رو قرار میدن، ببینید بحث طرح مطالباته. من اگر بخوام مطرح کنم وقتی که میخوام توی یک ائتلاف وارد بشم، سعی میکنم که حزب من، تشکیلات من سعی میکنه که در واقع قدر مشترک رو پیدا کنه، حالا از یه جاهایی هم عدول کنه، بگه خیلی خوب مثلا مواضع جبهه دموکراتیک ایران این هست، اما امروز که من میخوام با حزب سکولار دموکراسی خواه ائتلاف کنم، نمیتونم بگم آقا مواضعش 100%. یه جایی بایستی که بیام ضمن حفظ مواضع خودم و به موقع مطالبه کردن اون، بیام بگم آقا اینجا ما با شما توی این موضوع مشترکیم، بنابراین من تخفیف میدم. مثلا من با به عنوان یک جریان جمهوری خواه وقتی که با یک مشروطه خواه میتونم صحبت کنم، اصلا معنای ائتلاف یا اتحاد چیه؟ میگم خیلی خوب، تو مشروطه خواهی، من جمهوری خواهم، ولی ما در دموکراسی خواهی و سکولاریسم و نمیدونم پارلمانی و عدم تمرکز و اینها که با هم توافق داریم، که با همینا میشیم توافق میکنیم. اما این دوستان به نظر من، چون اینجا باز من از جانب اونا حرف نمیزنم، وکیل مدافع اونا هم نیستم، نظر خودم رو میگم برای روشن‌تر شدن مسئله. ببینید من برداشتم اینه که بعضی از این احزاب، حالا چپا که نه، چپا اون تفکر در واقع چپی تاریخی رو دارن که حالا شما بهتر از من میدونید، جالبه که یه زمانی مارکس مدافع تمرکز و مخالف فدرالیسم و خودمختاری و اینا بود، ولی بعدن چپای ما با توجه به اتفاقاتی که در شوروی افتاد شدن طرفدار استقلال خلق‌ها و فلان و بهمان. یعنی اونا اون بحث خلق و اون مسائل رو دارن، حالا جایگزین کردن با ملیت و اینا، اونا بحثی نداریم. اما اونایی که گروهایی که قومی هستن، به نظر من به دلیل ظلم مضاعف تاریخی که در حق اینا شده، اینا نگرانن، واهمه دارن، نمیتونن اعتماد کنن، لذا میان همه خواسته هاشون که جزء حزبشون هست توی ائتلافشون هم مطرح میکنه. من اگر باشم به اون دوستان میگویم که رفقا یه مقدار تخفیف بدید، بعضی از مسائلی قابل اختلاف هست رو میشه بعدا صحبت کرد، و به نظر من در واقع قانون اساس مجلس مؤسسان حقوقی ترین، قانونی ترین، مشروع ترین و در واقع بهترین جایی است که میبایستی که تکلیف اینجور مباحث روشن بشه. حالا هر حزب یک پلتفرم میذاره، خیلی خوب تبلیغ کنه، تو ائتلافاشون هم میان دوباره. من به حساب این که این ائتلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به رسمیت شناخت، با همه یک جا هم نیمد بگه من بخشی از اعلامیه رو نمیپذیرم، برای من این مسئله فوق العاده اهمیت داره به لحاظ تئوریک و حقوقی و به لحاظ عملی هم همطور که عرض کردم. همه تلاش من به عنوان یک شهروند، به عنوان یک مبارز این هستش که تمام این احزاب، سازمان ها، گروه ها از راست تا چپ، دموکراسی خواه، سکولار، طرفدار عدم تمرکز و نظام پارلمانی، همه اینها با هم تلاش کنند. و به همین دلیل استقبال کردم و باز هم راجع به گروه های دیگه استقبال کردم. سپاسگزار هستم از شما. از دوستان خواهش میکنم برای طرح پرسش نوبت نگیرن، چون الان تعدادی از دوستان که وقت گرفتن تصور میکنم نخواهیم رسید، چون که اظهار نظر هم بعد خواهیم داشت. از دوستان
اگر از این پس نوبت میگیرم برای بیان دیدگاهشون نوبت بگیرم. همچنین اگر در پاسخها جناب آقایی و بانو قیاسفند اظهار نظری میخوام بکنن، من خواهش میکنم که این کار رو بکنن، حتما بفهمن و وقت بگیرن پس از اگر پرسش متوجه جناب طبرزادی است، پس از ایشون وقت بگیرن و ایشون هم شما هم صحبت کنید لطفا. جناب عسکریان گرامی بفهمید، خواهش میکنم. خیلی ممنون آقای عبتی. من سپاسگزاری میکنم از آقای طبرزادی برای شرکت در مهستان، مهستان جنبش سکولار دموکراسی. من یک سوالی از ایشون داشتم در مورد صحبتایی که ایشون کردن در مورد واژه ها بود. ایشون گفتن که واژه ها، جناب طبرزادی شما گفتید واژه ها مهم نیست، ولی اگر ما دو طرف هم بخوایم حساب بکنیم، حداقل این مسئله رو که طرف مقابل ما یا اون افرادی که اون در حزبی که اون اعلامیه رو امضا کردن واژه ملیت ها رو بکنن، ما چطور میتونیم بگیم که واژه ها مهم نیستن وقتی طرف مقابل نظر خاصی داره نسبت به نوشتن ملیت ها یا ملیت؟ حالا درستی یا نادرستیش اون بسیار مهم هست. ما چطوری میتونیم بگیم که واژه ها مهم نیستن در صورتی که همین واژه ها در آینده مشکل ساز میشن، همونجور که جناب آقایی هم گفتن اینها بعدها مشکل ساز خواهند شد. من اینو می‌خواستم از شما سوال کنم جناب طبرزادی که واژه‌ها از الان چرا مشکل ساز نخواهم بود و چرا ما نباید توجه کنیم به واژه‌هایی که افرادی که در حال نوشتن اعلامیه و یا احزابی که در حال نوشتن اعلامیه هستند، چرا ما نباید به واژه‌های اونها توجه بکنیم؟ من اینو درک می‌کنم، کاملا درک می‌کنم که الان واقعا یک احتیاج هست برای ائتلاف افراد اپوزیسیون، ولی اگر به واژه ها توجه نشه، یعنی در حقیقت به اهداف اون احزاب و گروه ها توجه نشه، این بعداً مشکل ساز خواهد شد. سپاسگزارم. خیلی ممنون آقای عبتی و آقای طبرزادی برای پاسخ شما. خیلی ممنون. سپاس از شما جناب عسکریان عزیز. بفرمایید جناب طبرزادی. بله سپاسگزارم جناب عسکریان عزیز. نخیر، من شاید خوب توضیح ندادم، این رو عرض بکنم که داشتم تاریخ یک بحثی رو عرض می‌کردم و می‌گفتم که خب مثلا وقتی که بحث واژه ملیت به جای قومیت آمد، ما یه وقتایی صحبت می‌کردیم می‌گفتیم که دعوای واژه نداریم، خب شما میگید ملیت ملیت، ولی متاسفانه من می‌بینم که برخی از دوستان اینجا صداقت ندارن. من این گلایه کردم، نقد کردم که اونجا میگن شما نگید اقوام اتنیک ها، بگید ملیت ها. بعد یه جایی میان تو اعلامیه می نویسن که ملیت ها یا ملل ایرانی حق تعیین سرنوشت رو دارن و میخواهن به زور در واقع این ملل رو جایگزین یا مصداق بندی از اعلامیه جهانی حقوق بشر بکنن که در اونجا داره راجع به حقوق ملل و حق تعیین سرنوشت مللی میگوید که مورد استعمار قرار گرفتن، کشورشون اشغال شده. یعنی یک اشتراک معنا، یک اشتراک لفظی رو از میخوان، یک اشتراک لفظی رو میارن و ازش میخوان یک برداشت معنایی بکنن. نخیر، اون ملل یا ملیت هایی که گفته میشود حق تعیین سرنوشت به معنای استقلال رو دارن و اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته، منظور مللی بوده است که استعمار شدن، کشورشون اشغال شده است، نه ملت ایران که اقوام ایرانی طی قرون متمادی هزاران سال با همدیگه زندگی کردن. خواستم اونجا تو اون بحثم بگم که گاهی ما تسامح رو واژه هم حتی برامون درست نیست. یعنی شخصا این تسامح رو داشتم که خب یه جایی هم به جای اقوام ایرانی ملیت‌های ایرانی رو به کار می‌بردم، می‌گفتم خیلی خوب دوستان الان نظرشون اینه، اما این اعلامیه که میاد میخواد ارجاع بده حق تعیین سرنوشت بده و فلان، این ما رو هوشیار می‌کنه که بله بایستی که دقیق باشیم حتی روی کاربرد واژه‌ها و فرمایش شما. درست، سپاسگزارم از شما. جناب دانشور، عباس دانشور عزیز، بفرمایید. خیلی ممنونم آقای عبتی. سلام می‌کنم به آقای حشمت طبرزادی و خوش آمد میگم. خسته نباشید.
خدمت شما عرض شد که حساسیت حزب سکولار دموکرات و جریان‌های متفاوت سکولار دموکراسی روی این فراخوان رو همین مسئله ملت، واژه ملت بود، ملت فارس، ملت کرد، ملت ترک که مطرح میکنن، ضمناً در کنارش از اعلامیه حقوق بشر دفاع میکنن، صحبت میکنن، حرفای شیرین رو میزنن، ولی اینو قاطیش میذارن که خیلی مهمه. من ترسم از اونجاست که ملت ها وقتی که میگن ملت فارس، ملت ترک، اولین تخم نفاق رو برای اقوام در میان اقوام ریختن این دوستان. و ترس من از اونجاست که فردا اگر فرضاً بفرمایید چای نفتی در یکی از این مناطقی که قوم ها هم ساکن هستن ایجاد بشه، همونطور که شما فرمودین، اگر اینها حقوقشون پایمال بشه که حکومت سکولار دموکراتیک پایمال نمی کند، وگر ترسی ما نداریم از این که اینها حق جدایی داشته باشه. اینا میگن بله، حق ما این نفتیه که تو سرزمین ما به وجود اومده و ما جدا میشیم. این یک خطر خیلی بزرگیه که نباید ازش گذشت. دوم این که احزاب، ما تاریخ داریم، شیخ خزعل رو داشتیم، بعضی از این رهبرات تو تاریخ چیزی نمونده بوده که جدا کنن. حتی ما دیدیم که یک رهبر کردها، محمد قاضی رو داشتیم، پیشوری رو داشتیم، اینا بعدشون نمیومد، از تلاش کردن که جدا کنن. و این خطر جدایی رو برای که ما دوباره اشتباه رو نکنیم، خیلی باید روی این واژه‌ها، این کلمات دقیق باشیم، چون اینها معنای بسیار بزرگی دارن. اگر به خاطر داشته باشیم، از نظر تاریخی در همین اروپا پس از 80 سال جنگ‌های خونین اومدند صلح وستفالی رو برقرار کردند و در اونجا برای اولین بار واژه دولت ملت رو تعیین کردند. دولت رو شامل اون یه مرزی میدونستن که ملت اهالی در اون زندگی دارن، زبان مشترک و فرهنگ مشترک و خاک مشترک دارن و مرزشون مشخصه. و وقتی که میگیم ملت ترک و فارس اینها، بنابراین اینها معنای جدایی میده. از نظر این اشاره‌ای که فرمودید شما بر مجلس مؤسسان، من فکر میکنم مجلس مؤسسان کارش چیز دیگری است. مجلس مؤسسان به خصوص تعیین متخصصین به اصطلاح متخصصین حقوق بین الملل که زیاد هم هستن، تعیین میکنن نوع حکومت رو. بعد احزاب هستن که باید، اتفاقا احزابی که ما داشتیم حسابی کتاب نداشته، رهبرای این احزاب هم همینطور که عرض کردم به بیراهه میکشوندن ملتی رو. بنابراین در یه حکومت سکولار دموکراتیک وقتی احزاب میان اعلام میکنن که ما وجود داریم، اینها میان اسم مینویسن و حتی منابع حقوقیشون رو که از عربستان میگن یا از خودشون میگن، حق عضویت دارن و این صداقت و درستی کارشون وقتی تایید شد و اینها مبارزات انتخاباتی میکنن، حتی احزاب جدایی طلب هم حق دارن فعالیت کنن در حکومت دموکراتیک آینده و اونها در مجلس دموکراتیک آینده به بحث میذارن. و بعد اگر مسئله جدایی مطرح شد، چون سرزمین ایران مشای تمام اهالی ایران هست، اون موقع رفراندوم شاید گذاشته بشه و اگر مردم ایران اجازه دادن که اون بخشی از سرزمین مشترکشون جدا بشه، اون موقع میشه. که البته در این حکومت واقعا سکولار دموکراتیک بعیده که همچی چیزی به وجود بیاد. من فقط یه سوال کوچکی در آخر دارم. شما تو سخنانتون فرمودید که توزیع قدرت به شکل جغرافیایی، برای من یه خورده مبهم بود. آیا منظورتون توزیع امکانات در مرزهای جغرافیایی میباشد؟ متشکرم از شما. بفرمایید جناب طبرزدی. بله، خدمت شما عرض کنم که همه بحث من بر این بود و هست که این مباحثی که ما اختلاف نظر داریم، یعنی ما با اونهایی که میخواهند از واژه‌های ملیت برداشتی رو بکنن که در نهایت اون رو مصداق بندی یا اصلی از اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار بدهن و بگویند مثلا ملت ترک در ایران استعمار شده است یا اینکه اون بخشایی از ایران باید جدا شود، اینها رو ما باشون اختلاف نظر داریم و قبول نداریم و میگیم که خب حالا اظهار نظر دارن، عقیده دارن، حزب دارن، پلتفرم دارن، نظراتشون رو هم باید بگن، حق همه هست که نظراتشون رو بگن. اما الان ما وقت این دعوانه، یعنی این دعواهای
سیاسی حقوقی رو، البته بحث شفافیت رو داریم، بحث و گفتگو خیلی چیز باید انجام بشه، اما بحث ما به عنوان این که الان ما زیر سلطه و سیطره یک حکومت سرکوبگر هستیم این هستش که ما باید رها بشیم. اول برای اینکه رها بشیم بایستی که همه اونهایی که به حقوق اساسیه مردم و کرد و ترک و لور و بلوچ و فارس همه اعتقاد دارن، همه اونایی که به آزادی اعتقاد دارن، به دموکراسی اعتقاد دارن، به سکولاریسم اعتقاد دارن، باید با هم متحد بشن. من الان نمیتونم موضعی رو بگیرم، حرفی رو بزنم که بعد از در واقع سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی باید زده بشه و در مجلس مؤسسه بعدی باید این بحث مطرح بشه. این نتیجهش میشه که ما بجنگ با جمهوری اسلامی بجنگیم، بیم با هم دیگه بجنگیم، کما اینکه اگر از این جلسه چنین برداشتی بخواد بشه که احزاب قومگرا بگن بله اینا آمدن رو نشستند و ما رو محکوم کردن، این به نظر من نه، این همون نتیجه است که جمهوری اسلامی میخواد. من عرضم اینه که ما در این حال که نظراتمون رو باید بگیم، مخالفت کنیم، نقد کنیم، یک اصلی رو قبول کنیم و اون اینه که همه ما زیر ستمیم، از اول باید آزاد بشیم، برای آزاد شدن به اتحاد نیاز داریم، اتحاد بینی که حزب‌ها و سازمان‌های گوناگون موازیشون رو داشته باشن، قدر مشترک ها بشیریم و اتفاق کنیم، چاره‌ای هم غیر از این نریم. اما بحث مجلس مؤسسان، مجلس مؤسسان باید قانون اساسی آینده و نیز شکل نظام آینده رو تعیین کنه. حداقل کاری که مجلس مؤسسان میکنه اینه که قانون اساسی آینده رو مجلس مؤسسان تعیین میکنه، بنابراین بحث هم باید اونجا صورت بگیره. اما اینکه مراد من از در واقع فدرالیسم جغرافیایی یعنی این استش که در واقع الان اگر ما 30 استان 31 استان داریم، این استان‌ها در بخشی از کارهای خودشون در واقع مستقل باشن. البته نظام‌های فدرال جغرافیایی در دنیا زیاده و خوشبختانه امکان مطالعه و بررسی اونها هست. شما دکمه ویکی‌پدیا رو که بزنید، خود من این کارو کردم، می‌بینید که انواع نظام فدرال رو تعریف می‌کنه و یکی از مهمترینش یا مهمترینش فدرالیسم ایالتی و جغرافیایی است. اونها دولت محلی دارن، مجلس محلی دارن، ما در مرکز دولت در واقع فدرال هست، دولت مجلس ممکنه، حالا این نامه دیگه بحث ممکنات، یک مجلسی باشه که در واقع مساوی و برابر نمایندگان همه مردم در اون باشن، یک مجلسی هم باشه که سهمیه بندی بشه استانها، البته به نسبت مساوی، اینا بحث های ساختاری است که باید آینده انجام بشه. اما بحث اصلی این استش که فدرالیسم جغرافیایی یعنی این که قدرت میبایستی که در سراسر ایران، حالا قدرت، ثروت، تصمیم گیری ها در سراسر ایران توزیع شود و از تمرکز اون مثل الان در مرکز جلوگیری شود. سپاسگزارم. جناب آقای شما یه فرصت وقت گرفته بودین، آیا نکته‌ای در این زمینه داشتید بیان کنید؟ آقای عبدالی من یه نکته‌ای دارم. بله بفهم. خب ببینید، جمهوری اسلامی یک کاری کرده است که راه ها و کارها رو همه رو دشوار میکنن. یکی این که ما اول این که من گمان میکنم که دریافت شما از مجلس مؤسسان یک مقداری بیش از مجلس مؤسسان هست، یعنی اینقدر کارهایی ندارد مجلس مؤسسان و شیوهش هم فرق میکنه. حالا اون اگر بخوام باز بایم میرسیم به یک جای دیگری. یک نکته دیگری که هستش این که ما یک سری درخواست‌هایی داریم، درخواست‌های حکومتی هست، یعنی ما با بودن جمهوری اسلامی به اونها نمیرسیم. یک سری درخواست‌ها هست، درخواست‌های دولتی هست که ما یک حکومت دموکراتیک سکولار پایبند به حقوق بشر و این اصول مدرن کشورداری رو می‌خواهیم. وقتی اون برپا شد، اون فقط پایه های چارچوب کشور یا اون کانستیتوشن یا قانون اساسی تنها پایه در واقع بقیه قوانینه. ما پس از اینکه قانون اساسی نوشته شد تازه باید بریم سراغ قوانین دیگه. از جمله شما به راحتی ما میتوانیم قوانین شورای شهر، دولت محلی، بست ثروت، اجازه دادن اینکه در واقع
نهادهای شهری مدنی اینا باز بشه، اجازه حتی بودجه بهشون داده بشه، کمک هزینه داده بشه و همه اینا. اونها بحث اینه که در دولتی که میآید قدرت رو به دست میگیرد، پارلمان حالا سالها کار دارد برود این قوانین رو ویرایش بکند، دستکاری بکند، چون برای ما در یک دوره ای از همون قوانین مدنی جاری استفاده میشه طبیعتاً تا یک دو سال تا قوانین مدرن جایگزین بشوند و اونجا دست ما خیلی باز هست. به علاوه این که شما میفرمایید که احزاب قانونی هستن، قانونی که نیست که چه قانونی؟ حالا میتونیم بگیم اونا پیشینه دارن، یک گروهی است و دو تا نکته است. یکی این که پیشینه داشتن هیچ ربطی به درست گفتن نداره، ولی اینکه یک حزبی دیروز هم بیاد راه بیفته میتونه حرفایی بزنه درست باشه. و یک چیزی هست به نام حقانیت دموکراتیک. این حقانیت دموکراتیک بر فرض میگیره نمونه هایی که اتفاق افتاد، الان یک سری آدمی رفتن، الان خیلی هم از همین قضیه سوء استفاده میکنن، که مردمی رفتن صدا کردن گفتن آقای رضا پهلوی، گفتن کشور که شاه نداره و از اینجا حرفا، و حرفا هم زده شده. ولی اینکه ما بیایم این رو مصادف بکنیم با اینکه ما یک خواسته هایی داریم، مردم خواسته های ما رو صدا کردن و مردم اومدن یک سری چیزهایی رو گفتن، شما حقانیت دموکراتیک هنگامی برای شما پدید میاد که مردم در یک فضای باز و آزاد بتونن حرفاشون رو بزنن، زمان داشته باشن برای انتخابشون. اینکه در یک دوره مصادف با حالا از بین رفتن جمهوری اسلامی و یک سری چیزهایی اومدن یک کلیتی رو گفتن، نمیشه ازش برداشت جزئی کردش. اینکه حتی یک حزب یک فراخوانی داد، حالا ما کاری نداریم با اینکه برهمنهی چند رویداد در واقع تاریخی بود و یک تقویم هم یک چیزایی شده بود، یک اعتصابی در واقع صنفی هم صورت گرفته. اینکه بیایم برداشت بکنیم که اون احزاب به خاطر اینکه در واقع مرد از در واقع یک حرکت مردم استفاده کردن و میخوان اون رو مایه پشتیبانی مردم از خودشون نشون بدن، این نادرسته. به خاطر اینکه اولا اون مردم در یک فضای دموکراتیک این کار رو انجام ندادن، زمان برای انتخاب نداشتن، اصلا معلوم نبوده چه چیزی رو میخوان انتخاب بکنن، یا با اون رفتار آیا الزاماً پشتیبانی از یک حزب یا گروهی انجام دادن یا با یک شعاری که دادن، یا اینکه نه خواستن که به در واقع منافعشون از راه اون پشتیبانی نزدیک بشن. مثل همین جریانی که در مورد آقای بیرحسین موسوی هم بود و خیلی هایی که میرفتن به اون تظاهرات اصلا قضیهش اصلا رأی نداده بودن. خود دوستان من هیچ کدام رأی نداد، ما هیچ کدوم رأی نداده بودیم، ولی میرفتیم اونجا و امرایم که خواست دیگری داشتیم، اون آقای بیرحسین بهانه ما بود. به هر روی این رو خواستم یادآوری بکنم که این حقانیت دموکراتیک یک روشی دارد به دست اومدنش. و اینکه یک حزبی حالا 50 سال ممکنه احزاب جبهه ملی هم خیلی ساله هستن، گروه های دیگه هم خیلی ساله هستن، ما هیچ راهی برای وزن‌کشی نداریم، تنها این کسانی میتوانند بگویند که ما این دیدگاه رو داریم، فردا میتوانیم به رأی بگذاریم و بگیم، هیچ گونه نمایندگی نه ما داریم نه هیچ کس دیگه ای نداره. و بروی نکته دیگر این که در مورد مواردی که شما مربوط به فدرالیسم گفتید که در فدرالیسم این گونه است، الزاما نیست، به خاطر اینکه شما دولت محلی رو بسیاری از ساختارهای دیگری دارند، شورای در واقع شهر رو بسیاری ساختارهای در واقع که خرد میکنند ساختار قدرت رو و میرسند به دولت‌های شهری، اینها دارند، هیچ کدوم فدرال نیستن. مثلا شما در دولت شهری که شهرها که نمیان یک به یک ایالت بشن که فدرال بشن، هر شهری هر کمونی به اون مدل فرانسویش اگر بگیم، اون دارای حق حاکمیت است، دولت شهری خودش رو داره، پارلمان شهری رو داره که ما تو ایران هم بهش میگیم شورای شهر. و خب اون کارکردی که در اروپا دارند این پارلمان های شهری و دولت های منطقه‌ای یا شهری، اون رو ندارن. دقیقاً نمونه و مصداق اون چیزی است که ما میگوییم خودگردانی، یعنی گردش کار امور یک شهر یک استان به خود اون مردم بستگی داره. و ما برای همین جلوگیری از به هم ریختن نوع در واقع این دعواهای سر واژه‌ها اومدیم مفهومی گفتیم. و برای من فکر میکنم اگر ما راست میگیم، باور داریم، صداقتی در کارمون هست،
بیایم و خیلی مفاهیم رو باز بکنیم که پشت این واژه ملیتی که میگیم منظورمون چه است، چه پای فشاری داریم که اولا بریم این همه مفاهیم رو قلب بکنیم، البته این رو باقی تبرزه نیستن، و این همه هم در واقع بعد از توش این داستان‌ها رو به وجود بیاریم و از این یک زاویه دیگر هم نگاه کنیم. ما همین چشم داشت رو داریم که در شرایطی که جمهوری اسلامی این همه فشار میاره، این همه تمام ما در واقع پشتوانه کاریمون رو گذاشتیم روی برپایی یک چارچوب دموکراتیک، چرا این دوستان، این آقایون، این گروه ها میان و میدونن این بار اول نیستش، این از سالهای بسیار درازیه که این قضیه حق تعیین سرنوشت و از این جور چیزا پیش میاد، دوباره این قضیه رو میگن. تو گفتنش مهم نیست، ولی طرفداری و پشتیبانی از این نکات در واقع در هم آمیخته به نظر من بیشتر مایه دودلی میشود تا مایه قوت قلب. خیلی ممنونم آقای. مشکرم از شما. جناب آشوری عزیز بفرمایید، خواهش میکنم. جناب طبرزدی عزیز، ابتدا میخواستم تشکر کنم از شرکت شما در این جلسه، همچنین تشکر کنم از مبارزات طولانی مدت شما برای سرنگونی جمهوری اسلامی. سه نکته من یادداشت کردم در اینجا. یکیش طبق صحبتهایی که شما کردین خط قرمز خودتون رو مشخص کردین و این کاملا تفاوت داره با حق تعیین سرنوشتی که اون گروه ها ابراز کردن. سوال من اینه که این خط قرمز شما چطوری با اون بند حق تعیین سرنوشت همخط میدونید؟ در قسمت دوم شما فدرالیسم رو فدرالیسم استانی بیان کردین، در حالی که در اون بیانیه خیلی روشنه که فدرالیسم اقوام مورد نظرشون هست. در قسمت‌های دیگه صحبتتون شما راجع به این گفتین که حق تعیین سرنوشت یا حق فدرالیسم از نظر این بیانیه به مجلس مؤسسان ارجاع داده میشه، در حالی که من این رو در اون بیانیه ندیدم. اگر لطف کنید جواب بدین به سوالای من ممنون میشم. مرسی. متشکرم. بفرمایید جناب طبرزدی. بله، خدمت شما عرض کنم که اولا در صحبت دوست عزیزمون جناب آقایی یک بحثی راجع به مسئله پایگاه اجتماعی احزاب بود که من فکر میکنم ایشون مشخصا داشتن راجع به احزاب کردی صحبت میکردن. خوبه که شفاف بگیم. ببینید دوستان عزیز، ما واقعیت رو بپذیریم. الان من جدای از این که بخوام وارد درستی و یا نادرستی اینها بشم، فقط در واقع روایت میکنم، گزارش میکنم امر واقع رو، و اونم این استش که این حزبها همین الان هم بیشترین زندانیان سیاسی رو دارن. ما توی زندانها چه اوین چه رجای شهر بودیم و دیدیم اینها کشته های زیادی دادن، اینها زندانی های زیادی دادن. همین امروز اگر یه مقدار آزادی باشه، بخش به نظر من، چون من شناخت دارم، خیلی میشناسم، بخش اکثریت مردم کرد از همین احزاب هست. اصلا حزب دموکرات کردستان که به لحاظ سنتی از قدیم اکثر کردها عضوش بودن. لذا اینا دیگه یه چیزای روشنی است. ما وارد این مباحث نمیخوایم بشیم. البته عرض کردم خودشون باید اینا رو پاسخ بدن. ولی من دلم نمیاد واقعیت رو نگم. بعضی از بله ممکنه برخی از احزاب باشن که اینا خیلی شناخته شده نیستن یا پایگاه اجتماعی ندارن. درست میفرمایید شما. اما تو کردستان این مسئله به این شکل نیست و برخلاف اون هست. اما در مورد این اعلامیه من عرض کردم، من که این اعلامیه رو امضا نکردم که تمام موارد اون رو امضا کرده باشم. همینطور که شما ایراد دارید، من هم ایراد دارم. من میگم حق تعیین سرنوشت مربوط به همه مردم ایرانه که بتوانن حاکمیت دموکراتیک در برابر حاکمیت دسپاتیسم و استبدادی و دیکتاتوری داشته باشن. حق تعیین سرنوشت برای مردم ایران به معنای استقلال طلبی یا تجزیه طلبی نیست. چنین حقی رو نه اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت میشناسد
و نه به لحاظ تاریخی اصلا چنین چیزی هست. و به لحاظ واقعیت هم وقتی که خود این دوستان در اعلامیه‌شون میگن که ارجاع به رأی عمومی و افکار عمومی، خیلی خوب ما قبول داریم، ما میگیم هر جایی که بحث هست باید به افکار و مراجعه بشه به آرای عمومی، و ما مطمئن هستیم که تو این زمینه هم مسئله دموکراسی و دموکراتیک داره این رو میگه که رأی مردم، مردم ایران که حالا چه کرد، چه لور، چه تور، چه بلوچ، چه عرب، چه فارس، تا کنون ما جایی نخوندیم که دنبال تجزیه باشن، یا اینکه در تاریخ ندیدیم که مثلا ایران یک کشوری بوده، فرض کن سیستان بلوچستان هم یک چیز جدای بوده، بعد ایران اومده اونو منظم به خودش کرده، این اتحاد جماهیر شوروی که چند تا کشور رو به هم سنجاق کرده بودن. تو این قضیه من هم با شما هم نظرم، من اعلامیه رو امضا نکردم که بخوام از همه اون اصولش تک تک دفاع کنم، به همین دلیل نه تنها دفاع نمی کنم بلکه در متن استقبال خودم و حمایت خودم هم اومده که برخی از اصول مثل همین بحث فدرالیسم، خب فدرالیسم قومی اگر بخواد پذیرفته بشه در واقع یعنی این که ما پذیرفتیم از همین امروز ایران رو چندین تیکه بکنیم، این که چیزی دو تا چهار تا است، برای اینکه چند ایران چند قومیتی است، در واقع کثرت قومی در ایران زیاده، کثرت مذهبی زیاده، اگر قرار باشه که این عراقش کنیم که 10 تا کشور از تو ایران در میان همه میفتن به جون هم، این یه چیز دو تا چهار تا است. و همین دلیل من عرضم این هستش که ما به جای اینکه امروز بنشینیم مطب خشخاش بذاریم بگیم آقای 10 تا گروه شما این حرفایی که نوشتید و گفتی، این حرفاتون ضد اتحاد است، ضد ائتلاف است، تجزیه چنین چنان است، نه بگیم خیلی خوب شما موازیتون رو گفتید، بسیار خوب، بیایم حالا هممون توی این امر مبارزه با هم مشارکت کنیم، هممون که دموکراسی خواهیم، هممون که سکولاریم، هممون که خواهان جدایی دین از حکومتیم، هممون که با این رژیم مخالفیم، هممون که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو قبول داریم، شما هم که گفتید اعلامیه جهانی حقوق بشر، بیایم با هم مبارزه میکنیم، بعد میشینیم گفتگو میکنیم. اتفاقا حالا این برداشت‌های مختلفی است، متفاوتی است از مجلس مؤسسان، ولی به لحاظ تاریخی مجلس مؤسسان تعیین کننده قانون اساسی آینده است، یعنی قانون مادر. بنابراین اونجا وقتی قرار قانون مادر تعیین بشه میشینیم با هم دیگه همین جدل‌ها رو اونجا باید بکنیم خیلی مفصل‌تر، و بخش‌هایی از این بحث و اختلاف‌ها مربوط به اونجاست. قرار نیستش که من بیانیه حزبم، مانیفست حزبم رو فرض کنم، حالا چرا این 10 ائتلاف رو ما بردیم زیر ذره بین؟ خب شما به همین به طریق همین منطق باید بیاید مال ما رو زیر ذره بین ببرید، اون یکی رو زیر ذره بین ببرید که چه به ملی ایران، شما مثلا 50 70 سال پیش که منشور رو نوشتید امروز این ایرادات بهش وارده، ولی امروز که ما نمیخوام راجع به تمام اصول پذیرفته شده بین ائتلاف ها و اتحادها و احزاب بحث کنیم، ما اصول کلی داریم، دموکراسی، حقوق برابر اقوام و عدم تمرکز، تمامیت ارضی، 4-5 تا اصل مادر داریم همه ایرانی ها، و روی اون با هم توافق داریم، پس میریم توی مبارزه. حالا اگر حزب و سازمانی هم نخواست توی مبارزه مشارکت کنه و خواست حساب خودش رو جدا کنه، بذاریم خودش جدا کنه، چرا ما بهش فشار بیاریم بریم هی مرتب بزنیم تو سرش، ایراد بگیریم، بگیم تو تجزیه طلبی، نمیدونم تو خائنی، تو چه، نه چه لزومی داریم ما این کار رو بکنیم؟ حاصل بحث ما این نباشد که تجزیه طلب، حاصل بحث ما این باشد که اصول دارن، در این اصول ممکن است برداشت هایی داشته باشن که اون برداشت به کلی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مخالفه. کسی که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو پذیرفته که نمیتونه بیاد امنیت و تمامیت مملکت رو به اسم اعلامیه جهانی حقوق بشر به هم بزنه. و در این زمینه من عرض کردم مردم ایران به لحاظ تاریخی مشکلی ندارن، دست بالا رو دارن، اگر یه گروه کوچک تجزیه طلب که الان من اسمشون رو حتی نمیدونم خوشبختانه، این حزبایی که ما میشناسیم که تجزیه طلب نیستن، اشاره کردن که در تاریخ مثلا قاضی محمد چنین یا فلان کس چنین، آقا خب این تاریخ رو شما باید ببرید اونجا به صورت مضمونی ما بحث کنیم، انتزاعیش نکنیم، ببینیم توی اون واقعیت چه اتفاقاتی افتاد که قاضی محمد هم جمهوری مهاباد رو اعلام کرد. یعنی ما اگر میخواهیم در مورد تاریخ هم داوری کنیم، داوریمون مضمونی باشه، واقعیت رو در اون زمان ببینیم و راجع به اون داوری کنیم. سپاسگزارم از شما. آقای عبدی جم، من یه نکته ای رو دارم.
بفرمایید خواهش میکنم. ببینید جناب طبرزدی، شما یک نکاتی رو میفرمایید که یک مفهومی رو القا میکنه، ولی چیزی که گفته اید یک چیز دیگه ای رو به ذهن میرسونه. این رو خیلی دقیق و مشخص به من بفرمایید اگر دوست دارید، البته من درخواستم رو میگم که این قضیه حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی، آیا این بالاخره جزء خطوط قرمز هست یا نیست؟ آیا این یک درخواست دموکراتیک هست یا بیا توی پیش شرط‌های ما حالا باشه یا نباشه اشکالی داره یا نداره، یا اینکه نه یه چیز معمولیه که میتونیم بگذریم ازش و در آینده مشکلی پدید نخواهد آورد؟ این رو خیلی، اگر چون شما یک سری نکاتی رو فرمودید که برای خط به عنوان خط قرمز گفتید، خود دموکراسی و حقوق بشر و اینها که نمیتونیم سرش چونه بزنیم، این قضیه حق تعیین سرنوشت رو شما چجوری میبینید؟ خیلی ممنونم و سپاس. ببینید من اجازه دارم توضیح بدم؟ خواهش میکنم. البته بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که عرض من این هست که به لحاظ فکری، به لحاظ طرح نظر، هر کسی هر نظری دارد از دیدگاه من آزاد است. یعنی ما هیچ دیدگاه، هیچ نظرگاهی، هیچ عقیده‌ای را نمیتوانیم جرم بدانیم. هر کسی هر نظری داره، عقیده‌ای داره، باید بتونه باشه. این یک اصل. اصل دوم این هستش که ممکن است یک حزب یا یک سازمان بنابر برداشت‌های خودش مدعی شود که می‌خواهد بخشی از ایران را جدا کند، خیلی شفاف. حالا این جدا کردن رو یا ارجاع می‌دهد مثل امروز به آرای عمومی، استفاده از اعلامیه جهانی حقوق بشر، یه زمانی ممکن بود نه، ارجاع بدهد به اسلحه. امروز در واقع شرایط تغییر کرده، میگه من دیگه با اتکا به اسلحه نمیتونم یه بخش از ایران رو، ببینید فرض خیلی مشخص ها، صراحتا میگه میخواهم بخشی از ایران رو به عنوان جدایی طلب جدا کنم. و این جدایی طلبی رو یک روز به اسلحه میگفت، امروز ممکنه بگه نه، من با در واقع ارجاع به مراکز جهانی، به اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین. در مورد این گروه هم من به عنوان یک دموکراسی خواه میگویم من با تو می نشینم و گفتگو می کنم، با تو حرف می زنم اگرچه با نظر تو مخالفم، اما حق گفتگو، حق چالش، حق جدل رو اینجا برای طرفین قائلم. این مسئله دو. مسئله سوم، اگر رسید به این که گفتگوهای ما، صحبتهای ما به نتیجه نرسید، یا من زور گفتم به عنوان اکثریت، چون خب ما معتقدیم ایران یک پارچه است اکثریت، حالا اون میخواد به عنوان اقلیت میگه من اسلحه دست میگیرم، میگم تا زمانی که اسلحه دست نگرفتی با هم گفتگو میکنیم، اما اگر که تو اسلحه دست گرفتی من هم اسلحه دست میگیرم، اونجا این حق رو دوباره من برای خودم قائلم. بنابراین این یک در واقع موردی است که من خیلی شفاف آوردم که به نظر من این مورد الان مصداق بیانیه اون ده گروه نیست. اون ده گروه نیامده است بگوید من میخواهم بخشی از ایران را جدا کنم، اگرچه در اعلامیه خودش از مفاهیم چند پهلو استفاده کرده است، از جمله حق تعیین سرنوشت دو پهلوست. من از اون این برداشت رو میکنم که حق تعیین سرنوشت حق آحاد شهروندان ایرانی است. چه کاری هم نداره. این دعوام رو با اون گروه امروز نمی کنم. میگم خیلی خوب، تو میگه ارجاع به اعلامیه حقوق بشر، ما یه مرجع اینجا داریم، تو میگی دموکراسی، تو میگی برابری، بسیار خوب، اینا حرفای خیلی خوبی است، همه ما قبول داریم. اما اونجایی که میخواد قانون کنه، ببینید مسئله اینه، اون زمان پیروز میشه، موفق میشه که من و شمای مخالف اون مفهوم و اون نظرش رو بپذیریم. زمانی که ما نپذیرفتیم موفق نیست، برای اینکه
ما میگیم برای هماهنگی دموکراتیک بین همه سازمان ها، حزب ها و گروه هایی که ایران رو قبول دارن، ایرانی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق اساسی با هم میشیم. اما من زمانی که میخواد بشینه و تعیین تکلیف بشه که من میگم اونجا مجلس مؤسسانه میگه که خیلی خوب حق تعیین سرنوشت رو قانون کنید، بنویسید من به عنوان ملت ترک هر وقت دوست داشتم در منطقه آذربایجان رفراندوم کنم و ایران رو جدا کنم، اون وقت من میگم نه خیلی خوب ما چنین برداشت رو قبول نداریم و مخالفت میکنیم. و در اونجاست که ما در واقع میبایستی که روی این مسائل تعیین تکلیف کنیم. و به همین دلیل معتقدم وقتی که ما عینی و مضمونی بحث میکنیم میگیم آقا وقتی که ما این گروه ها و سازمان ها رو میشناسیم، ایرانی هستن، تجزیه طلب نیستن، ادعای تجزیه طلبی هم ندارن، ولی داره میگه آقا من اعتماد ندارم که توی تبرزدی فردا که پیروز شده عین خمینی یا توی نورعلی یا تو نمیدونم رضا پهلوی یا شریعت مداری یا هر کس دیگه یا فلان حزب و سازمان یا رضا شاه یا محمد رضا شاه یا خمینی یا خمینی هر کار حاکمی بدونه ارزش گذاری. میگه تا سوار شدید اول اومدید ما رو سرکوب کردید، پس ابتدا بشینیم با هم صحبتامون رو بکنیم به توافقامون برسیم و بعد تعیین تکلیف کنیم. لذا من این بحث رو عزیزان یک بحث مضمونی، یک بحث تاریخی و یک بحثی میدانم که میبایستی که با پارامترهای گوناگون با هم جمع بشه. من نمیتونم بیام به اون بگم تو حق نداری بگی که من مثلا حقم اینه که ملیتمو نمیدونم حق تعیین سرنوشت اینو نگو، اون وقت این برای قضیه خودم هیچی نداشته باشم که به اون داده باشم. من میگم خیلی خوب یا بشینیم با هم فعلا این رژیم رو سرنگون کنیم، ملتمون رو آزاد کنیم، بعد میشینیم با هم دیگه این جنگ رو دعوا میکنیم. اگر من مرکز نشین یا حزب سراسری مثل سکولار دموکراسی خواهی جبهه دموکراتیک ایران یا جبهه ملی ایران هر چیزی دیگه اونجا حقوق برابر قومی رو در یک سازوکار دموکراتیک و یک ساختار به رسمیت نشناختم، شما میتوانی مجلس رو ترک کنی، حق توست که مجلس رو ترک کنی، میگه آقا این مجلس مجلس من نیست، من ترک میکنم و میرم از راه دیگه وارد میشم. ولی وقتی که دیدم مگر اول انقلاب چه اتفاقی افتاد؟ اول انقلاب اگر که تبرزدی گرامی، من خواهش میکنم اگر ممکنه پاسخها را کوتاه‌تر کنید چون که خیلی تعداد زیادی هنوز در نوبت هستن. سپاسگزار میشم، متشکرم. جناب ناخدا فارسی بفرمایید، خواهش میکنم. متشکرم آقای ابتهی. درود به آقای تبرزدی گرامی. من هم چندین ساله که این حرکت سیاسی شما رو دنبال میکنم و قدردان هستم از این نظر. فقط من این رو بخواستم بگم که من تشکر میکنم از شما و اعضای میزگرد برای موشکافی از این فراخوان. خیلی جالب بررسی کردید، فقط یک نکته درش وجود نداره، اونم مردم ایرانه. واقعا من متاسف شدم از این موضوع. خود شما الان عضو شورای مدیریت گذار آقای شریعت مداری هستید، آقای نوری علا عضو هستند و خیلی دوستان دیگر که دارید سعی میکنید که شاید بتوان هرچی زودتر بدیلی برای این رژیم اسلامی به وجود بیارید. آیا شما تصور نکردید که این 10 گروه سازمانی و که نمایندگی درصد زیادی هم مردم هم من مطمئنم ندارم، خیلی هاشون اصلا ممکنه هیچ بنیادنامه ای هم برای خودشون نداشته باشن، که اومدند الان اون هم در چه موقعی؟ درست از زمانی که پس از کنگره جنبش سکولار دموکرات ها در همین 2-3 ماه گذشته که این شورای مدیریت شورای گذار برقرار شده، گروه به گروه جلو میان که حرکت بدیل سازی رو کند کنن. من امیدوار بودم، من سوالم از اینه که آیا شما بهتر نبود به عوض حمایت از این فراخوان به اینا بگید که خب بیایید عضو بشید، نشونشون بدید که بیان عضو بشن تا اینکه بتونید اون خواست مردم ایران رو که در این شورای مدیریت گذار دنبال میکنید تسریع بکنید و جلو ببرید. آخه این امشب برای من
به عنوان یک کلاس درس آموزش یا شاید دانشگاه آموزش سیاسی بسیار خوبی بود، ولی هرگز من رو راهنمون نکرد به اینکه مردم بدبخت ایران رو ما چجور از دست این رژیم میخواییم نجات بدیم. پایان سخنان من. متشکرم. متشکرم از شما. بفرمایید جان طبرزدی. درود بر شما. بسیار زیبا فرمودید. من ابتدای عرایزم هم اشاره کردم که از موضع پراگماتیستی برخورد میکنم، یعنی اینکه واقعا حالا شاید ماها چون پراگماتیستیم و توی درگیری ها هستیم جایی اشتباه هم بکنیم و میکنیم، قطعا اینجوری هم هست، در این که دنبال این میگردیم یه راه چای پیدا بشه. الان مردم تو خیابونن، مردم فقیرن، مردم درگیرن، باید راه حلی پیدا بشه که این اپوزیسیون همه داخل و خارج هم نداریم، همه متحد بشن، یه دست بشن و اون آلترناتیو رو تشکیل بدن. ما همه تلاشمون برای اینه. اما اینکه فرمودید چرا الان، اتفاقا من اجازه بدید یه حرفی رو اینجا بزنم، شاید این حرف من یه مقداری حالا خیلی 100% مناسب نیست، اما میگم. ببینید دقیقاً این رفقا حس کردن که یک اتفاقاتی داره میفته. یعنی شما نگاه کنید وقتی که همین بحث شورای گذار، حزب‌های دیگه، جریانات دیگه آمدن جلو، در واقع این احزاب محترم به نحوی مطالبه محوری کردن، یعنی اووردن خواسته های حد اکثریشون رو گذاشتن روی میز، یعنی آقای نوری علا، آقای شریعت مداری، آقای مهتدی، آقای هر کس دیگه، خانم بانوی بزرگوار اسم میبرم دلایلی، خب شما در واقع ما اینا رو میخواییم برای اینکه حس کردن و همدام دارن. من اینجا باز از اونها دفاع میکنم، میدانن که آلترناتیو داره شکل میگیره، میگه این آلترناتیو که به سرعت داره شکل میگیره چون یک ضرورت تاریخی است، یک خواست ملی است. اگر آقای رضای پهلوی پاسخ آقای شریعت مداری رو میدادن، حالا یا میگفتن من میپیوندم یا حمایت میکردم یا یه حرفی، به نظر من این آلترناتیو کارش تموم بود، شکل گرفته بود. اون آمده میگه آقا تو آلترناتیو داری تشکیل میدی ولی منم ندیده گرفتی. من البته با آقای مهندس شریعت مداری هم توی یه گفتگو تو مناظره گونه داشتیم، گفتم آقای مهندس شما چرا به جای اینکه تکیه کنید بر احزاب و سازمان ها، دارید توی این شورا تکیه میکنید بر افراد؟ فرمودید من عضو شورای مدیریت، من حمایت کردم، حمایتم میکنن، ولی به لحاظ عملی من نمیتونم عضو باشم چون من داخل ایرانم، مشکلات خاص خودم رو دارم، ولی انتقال میدم. خب این احزاب و سازمان ها آمدن گفتن خیلی خوب، شما تو این شکل گیری کارتون جای ما کجاست؟ به نظر من این حرف رو زدم، منتها ادبیاتی که به کار گرفتم خواست حد اکثریشون بود. اینجا من به عنوان یک نفری که حمایت میکنم از شورای گذار در کنار آقای دکتر نوری علا و آقای مهندس شریعت و دیگران، اینجا من نمیتونم بیام بگم که تو نخیر، تو تجزیه طلبی فلانی. اینجا من وظیفه خودم میدونم که بیام از اتحادشون، از اتفاقشون دفاع کنم، اما ارجاع بدم این رو به جای قانونی که تصمیم به قول دوستمون. ما چه کاره این که بخواییم از طرف مردم حرف بزنیم؟ ما فقط به عنوان احزاب و سازمانهایی هستیم که توی یک دوره نقش ایفا میکنیم، و این که حقوق اساسی مردم ایران رو، نه حق کرد و نه لور رو، نه فارس رو، نه تمامیت ملت ایران رو به هیچ عنوان راجعش نکسیم حق دارد معامله بکند و نه میتواند. بنابراین تاکید من این هستش که به عنوان مجموعه‌ای که آلترناتیو رو حمایت میکنیم و داره شکل میگیره، ما میبایستی که با تسامح برخورد کنیم، توی این مرحله همه ایراداتمون رو به اون اعلامیه وارد نکنیم، استقبال کنیم، ولی در جای خودش روی اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و دموکراسی و برابری با استحکام تمام بیست. این تز من. متشکرم از شما. بانو قیاسفند، شما در این مورد فرمایشی داشتید؟ بله آقای عطایی، خیلی کوتاه اگر اجازه بدید. بفرمایید، خواهش میکنم. آقای طبرزدی سپاسگزارم از صحبتاتون. من تقریبا جواب پرسش هامو گرفتم، به ویژه اینکه در بزرگ برمیگرده به همین تفاهم نامه که
این رو خدمت شما عرض کنم که غیر از بند 2 و بند 9 نه تنها شما، نه تنها من، بلکه هر انسان شرافتمندی با سایر بندهای این توافقنامه قطعا موافق هست. و الان خوشحالم از اینکه طی صحبت‌های شما، خب برداشت من حداقل این بود که شما هم مثل بقیه با بند 2 و 9 موافق نیستید. اما تفسیرشتون رو از حق تعیین سرنوشت گفتید. همونطور که می‌بینید این موضوع حق تعیین سرنوشت مسئله مهمی است. دوست دارم که بدونم تفسیر تشکیلات شما از حق تعیین سرنوشت چی هست. ممنون میشم. بله، دقیقاً همینو که من عرض کردم، در منشور دهگانه جبهه دموکراتیک ایران، در واقع ضمن اینکه حقوق برابر اقوام ایرانی رو به رسمیت میشناسد، بر چارچوب بر تمامیت ارضی به عنوان یک اصل تاکید میکند و به لحاظ تشکیلاتی و حزبی به هیچ عنوان ما حق تعیین سرنوشتی رو که معناش این باشه که بخواد بخشی از ایران رو جدا کنه به رسمیت نمیشناسد. سپاسگزارم از شما. بانو اسفندیار مس، بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر مهیاران گرامی و همیهنان گرامی در اون سوی آب و سپاس از آقای ابتهی و خوش آمدگویی به آقای تبرزدی. من پرسش هام رو گرفتم، یعنی پاسخ پرسش هام رو گرفتم، جز اینکه من یک پرسش دارم از آقای، این یک پرسش رو در ارتباط با خودمختاری رو شما چگونه میتونید تعریفش بکنید، چگونه میتونید این رو ببینید و بعد پشتیبانی کنید از این ده حزبی که به راستی بندهای بسیار خوبی رو داره، به جز اون چند بندی که دوستان هم تکه کردن و من هم با تمام گفتاری که آقای ناخدا، دکتر ناخدا پارسی گفتن موافق هستم. اینجا سرنوشت مردم چی میشه؟ مردم ایران کجاست؟ این حرکت از کجا جان میگیره و آیا مردم ایران با این دستوراتی که این دوستان گرامی ما نوشتن و خواسته هاشون این بوده چگونه باید برخورد کنن؟ سپاسگزار میشم از شما آقای تبرزدی. متشکرم از شما. بفرمایید لطفا. خدمت شما عرض کنم من برداشت درستی از خودمختاری ندارم، یعنی فکر نمی کنم الان این هم راه حل ما باشه، چون خودمختاری در واقع اونچه که از معنای اون برداشت میشه نوعی پاسخگو نبودن هست در برابر کلیت ملت و دولت مرکزی. و فکر نمی کنم حتی احزابی هم که از حقوق اقوام دفاع می کنن، من دوره های قبل بله بحث خودمختاری داشتم ولی الان ندارم و من هم اطلاع زیادی راجع به بحث خودمختاری ندارم، وارد اون مقوله هم نشدم. اما در مورد مسئله مردم ایران، همونطور که عرض کردم، به اعتقاد ما تشکیل شورای گذار، یعنی شورای گذار بایستی که من الان اینجا آقای دکتر میرعلا تشریف دارم، چون خب آقای شریعت مداری هم گاهی که صحبت میشه به ایشون هم عرض کردیم، ما الان گله داریم به این شورای گذار چرا با تاخیر داره کار میکنه و همه پرسشون اینه که پس چی شد، بنابراین بایستی که تصریح بشه. دوم اینکه من معتقدم بایستی که شورای مدیریت گذار نمایندگانی رو مشخص کنه، بروند با این گونه ائتلاف ها بنشینن، صحبت کنن، استقبال کنن، برای اینکه این ائتلاف باید سریعتر شکل بگیره برای رهایی مردم ایران. تا وقتی که یک آلترناتیو مشخص قدرتمند که در واقع اون آلترناتیو پایگاه اجتماعی هم داشته باشه، یعنی پیوند اجتماعی با مردم ایران داشته باشه، تشکیل نشود، مبارزات در واقع به نتیجه مطلوب نمیرسد. من راه حل رو در واقع تقویت و تسریع حرکت شورای مدیریت گذار. متشکرم از شما. جناب دکتر نوری علا F9 دارم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله ممنونم. چون چند بار در طی این گفتگوها از من به عنوان عضو این شورای مربوط به آقای شریعت مداری نام برده شد، خواستم بگم که من از جانب ایشون دعوت شدم. در آغاز کار به ایشون گفتم که من این دعوت رو به طور موقت میپذیرم، مشروط میپذیرم و وقتی که قطعا تصمیم گرفتم که با این شورا همکاری کنم باید برم از حزب خودم اجازه بگیرم و اگر اجازه دادن این کار رو انجام بدم. بنابراین من الان خودم رو فقط همراه موقت و ناظر بر کار میبینم و فکر میکنم که پشتیبانی آقای شریعت مداری از این اعلامیه 10 سازمان ضربه مهلکی به این اتحادی که در حال شکل گرفتن هست زده است و امیدوارم که ایشون اشتباه خودشون رو ترمیم کنه. مرسی. سپاسگزارم از شما دکتر نوری‌علا. من موضوعی رو عرض کنم خدمت هموندان. تا اینجای نشست من 2 موضوع رو خیلی ریلکس و راحت گرفتم. یکی تعداد کسانی که درخواست نوبت کردن، یکی وقت رو، به جهتی که فکر کردم موضوع وقت کافی باشه و شکافته بشه و صحبت شه. از اینجا به بعد چون وقت واقعا تنگه، من 2 موضوع رو رعایت میکنم. یعنی اینکه هر فرد 3 دقیقه میتونن به اظهار نظرها رسیدیم، هر فرد 3 دقیقه میتونه صحبت کنه برای اظهار نظرها و نه بیشتر. از اونجا هم که برای دوستان پیام گذاشتم که لطفاً دیگه نوبت نگیرید، نوبت‌های بعد از اون رو به احتمال زیاد نخواهیم رسید. جناب حسن دانشور، خواهش میکنم که بفرمایید. خیلی متشکرم. با درود به آقای تبرزدی، مهمان گرامی امشب ما. من نشسته بودم گوش میکردم صحبت های امروز رو، به این فکر افتادم که تشکیلاتی مثل تشکیلات مهستان فرق میکنه خواستاش با خواستای عموم ملت ایران. عموم ملت ایران زیر فشار و تنگناهای زیادی که قرار دارن میخوان از این حکومت بگذارن، ولی یک جنب روشن فکری فقط این نیست. مزارش به طرز صحیح روشن کردن تا جایی که ممکنه تمام نکات تاریک و مشکوک قضیه است. بنابراین وظیفه روشنفکران سیاسی و رهبران سیاسی است که تو مقوله به خصوص دموکراسی عمیقا وارد بشن. مسئله دوم اینه که آیا ما بخوایم حکومت جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم؟ خب میتونیم یه استراتژی تاکتیکایی داشته باشیم، بر اون اساس وحدت‌های زیادی هم بکنیم و حکومت جمهوری اسلامی در نهایت ساقط بشه. ولی یک امر اساسی تر اینه که آیا ما بخوایم بعد از سقوط جمهوری اسلامی دموکراسی رو مستقر کنیم یا نه. اگر پاسخ به سوال دوم هست، بنابراین باید تمام ریزکاری‌های مسئله دموکراسی رو روشن کنیم. این نقش و وظیفه روشنفکران سیاسی و رهبران سیاسی یک کشوره. به گمان من مطالب اساسی رو آقای میلاد آقایی در مورد دموکراسی و مقوله فدرالیسم و عدم تمرکز بیان کردن و به گمان من پاسخ صحیحی در مورد این سوالات داده نشد. من در وقت خیلی کمی که دارم به چند نکته فقط میتونم اشاره کنم، اونم به طور گذرا. شاید این بحث در برنامه‌های آینده مهستان به خصوص مسئله وظایف مجلس مؤسسان به اینکه چگونه تشکیل میشه رو بیان کنیم و مورد بحث قرار بدیم. بگم ما آنچه در مورد مجلس مؤسسان امروز گفته شد از نظر تئوریک اشتباه و از نظر عملی نتایج بسیار خطرناکی برای استقرار دموکراسی در ایران خواهد داشت. این دید که مجلس مؤسسان تشکیل میشه از نمایندگان سیاسی و مثلا احزاب در تضاد کامل با این اصل دموکراتیکه که قانون منشأش مردم نیستند، بلکه اون قدرتی که منشأش مردمند. دچار مثلا خلط مبحث نشیم. آقای تبرزدی فرمودن که علت نقل مضمون این که ایشون فدرالیسم جغرافیایی یا استانی را ترجیح میدن که خب نظر ایشونه، علتش اینه که شرایط تاریخی ما یه طوری بوده که ما احزاب قوی نداشتیم که بتونه از دموکراسی پشتیبانی کنه. بحث کاملا صحیحی است، ولی این اشتباه است که فکر کنیم اگر چون ما احزاب قوی نداشتیم و نداریم و حال اگر بیایم مسئله رو به صورت فدرالیسم تعیین کنیم دموکراسی مستقر میشه. نه، چنین چیزی نیست. اتفاقا چه خوب شد که در دورانی که دیکتاتوری در ایران مستقر بود تمرکز مستقر بود، نه عدم تمرکز، چون عدم تمرکز منجر به جدایی کشور و اصلا واجدی کشور میشد. در اینجا باید یک شماره مثبت به آقای رضا پهلوی پسرش داد، علارغم اینکه من با هر دو اینا از دید دموکراسی کاملا مخالفم. نکته دوم، بنابراین مسئله دموکراسی و قدرت یک مسئله تئوریک سیاسیه که باید روشن بشه و این دقیقه قطعا نخواهد شد.
مسئله دوم این است که صحبت شد در اینجا که 10 سازمان همه امور را به آرای عمومی ارجاع دادند. آرای عمومی درک بسیار بسیار ناقصی از دموکراسی است. این درک ناقص در میان روشنفکران ایرانی هم به شدت شیوع داره. دموکراسی مساوی آرای عمومی نیست. فقط همینقدر میتونم بگم. بحثا رو حاضریم در جلسات آینده توضیح بدیم. نکته دوم سوم این بود که نوع فدرالیسم رو نمیتونیم الان تعیین کنیم و باید در مجلس مؤسسان طرح بررسی بشه. این هم اشتباه است. مجلس مؤسسان فقط میتونه بگه به تمرکز یا عدم تمرکز رأی بده، ملت ایران رأی بدن، ملت ایران میگن آری یا خیر، تمرکز یا غیر تمرکز. بقیه مسائل برمیگرده به دولت دموکراتیک آینده و پارلمان دموکراتیک آینده ایران، به خاطر اینکه مسائل قومی، مسائل محلی، مسائل استانهای مختلف ایران بسیار بسیار پیچیده و متنوعن. هیچ یک استان با استان دیگه فرق نداره. متشکرم از شما. خواهش می‌کنم. از کنم جناب طبرزدی، من از شما خواهش میکنم که این اظهار نظرها رو شامل اظهار نظر جناب دانشور نکات رو یادداشت بفرمایید و همه رو یک جا بهشون بپردازید. نفر بعد جناب یزدیان، خواهش میکنم که بفرمایید. ببخشید. درود به دوستان گرامی، جناب طبرزدی. آقای طبرزدی، شما دو سه بار گفتید که پراگماتیست هستید. اونی رو که من از پراگماتیست میفهمم یعنی چیزی که در عمل آزمایش شده و یا ایده ای که اجراش عملی باشه. اینو مقدمتا من فهم خودم را از پراگماتیست میدم، بعد میام به مسائل دیگه صحبت میکنم. شما در صحبت‌های شفاهیتون همینجا دو بار اشاره کردید به اینکه این بیانیه شفاف نبوده. اگر اشتباه کردم، اشتباه شنیدم، میتونید بگید من همچین حرفی رو نزدم، منم پس میگیرم. در حالی که شما در بیانیه رو که دادید با دو صفت این تفاهم نامه رو تایید کردید. یکی در شفافیت نوشتید شفاف، و دوم در مترقی بودنش. از طرفی شفاهن میگید شفاف نبوده، از طرف دیگه شما عقاید خودتون رو قطعا مترقی میدونید و این رو در مقابل نظراتی رو گفتید که هر ایرانی حق ابراز نظر داره. منم کاملا با شما موافق هستم، حتی اگر این عقاید ابراز نظرات به طرفداری از دیکتاتوری باشه، به طرفداری از سرکوب کارگران باشه، یا طرفداری از ادامه مجازات اعدام باشه. اونا حق داره مردم طرفدار اعدام باشن، طرفدار سرکوب کارگران باشن، تا اونجایی که عقاید هست. ولی از اونجایی که برمیگرده و شما صحبت میکنین راجع به عقاید خودتون، من تعجب میکنم چطور شما اون بیانیه رو مترقی میدونید. شفافیت رو گفتم و بعد مسئله ترقی، مترقی بودن این بیانیه. شما در صحبتاتون گفتید که بیا برای اولین بار حقوق مردم ایران را به رسمیت بشناس. من متوجه نشدم منظور شما جمهوری اسلامیه یا منظورتون سازمانهای سیاسی هست. سازمانهای سیاسی که شما خطابشون میکنید فکر نمیکنم سازمانی باشه که تا حالا نوشته باشه که بخواد حقوق مردم ایران رو پایمال بکنه. از چپ و راست و فدرالیست و تجزیه طلب و همه اینها میخوان حقوق مردم ایران رو، حالا از نظر ممکنه فدرالیستا یا از استقلال طلبان، مردم مثلا آذربایجان باشه یا مردم ساوه باشه یا مردم فسا باشه. من متوجه نشدم خطاب شما بیا برای اولین بار این حقوق مردم ایران رو به رسمیت بشناس، خطاب شما به کی بوده. درباره برمیگردم به مسئله پراگماتیسم. ببینید، پراگماتیسم یعنی به تعبیر من چیزی که در عمل آزمایش شده و یا ایده‌ای که عملا قابل اجرا باشه. حالا صحبت بر سر اینه که در پراگماتیسم شما
گذر از جمهوری اسلامی، من با اصطلاحات شما سعی میکنم نقل به مضمون استفاده میکنم، گذر از جمهوری اسلامی این ایده شما هست یا استقرار یک حکومت سکولار دموکرات؟ لطفاً به من نگید هر دوش، چون پراگماتیست انتخاب میکنه، ارجحیت میذاره برای اینکه کدوم قدم رو اول برداره و کدوم قدم رو دوم. اگر مسئله گذر از جمهوری اسلامی باشه، من نمیدونم چرا مثلا با سازمان مجاهدین خلق نه، یا چرا با اون گروه هایی که شما میگید اسمشون رو نمیدونم ولی احتمالاً وجود دارن و اونا استقلال طلب هستن. ما در آذربایجان یه گروهی رو داریم که استقلال طلبه، خودشون هم میگن ما استقلال میخواییم، اسم کشورمون هم هست جمهوری آذربایجان جنوبی. شما هم شاید شنیده باشید، اگه نشنیدید همین الان که من به شما گفتم یک همچین گروهی وجود داره. بنابراین بعد رجوع میدید به مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان فکر نمی کنم از آسمان هفتم بیفته یه دفعه. مجلس مؤسسان یک سفارشی رو داره از جامعه برای نوشتن یک قانون اساسی. وقتی من و شما الان تفاهم می کنیم بر این که حکم اعدام نباشد، با همدیگه به این توافق می رسیم که ما آرزو داریم حکم اعدام نباشه. فقط یک راه داره که ما زیرش بزنیم، خودعه بکنیم. اون چی که در ایران کاملا رایجه، خودعه. من فکر میکنم پراگماتیسمی که آخرش به خودعه برسه، این از مقوله سازمانهای سیاسی مترقی و شفاف جداست. امیدوارم یه وقتی که فرصتی باشه بیشتر در این زمینه‌ها صحبت کنیم. همین آقای عبدالی. قربان شما، سپاسگزارم. جناب اربابی بفرمایید، خواهش میکنم. با درود به همه دوستان، آقای عبدالهی و آقای طبرزدی، خوش اومدید به خونه ما. امیدوارم بازم شما رو مهمان خودمون داشته باشیم. این نشست‌ها به ما کمک میکنه تا با هم بیشتر آشنا بشیم و در دیدگاه‌هامون دست ببریم، که من خوشبختانه در بخش از نگاهتون دگرگونی‌های دیدم که خوب هستیم. انسان پشت چیزایی نباید برای همیشه بماند. اما چند نکته رو من می‌خواستم بگم که در این فراخوانی که از سوی ده حزب اومده، سخن از بیشتر از هم اتحاد بوده است، که یعنی برای اینکه این اتحاد در میان ایرانیان بمونه ما این کار میکنیم. من در همین گامه نخست من میبینم که چنین نبوده است. همین اکنون ما میبینیم که این فضا را به یک پریشانی و پراکندگی کشنده است. اکنونی که مردم ایران سخت درگیر یک اهریمن هستند، در ستیز با اهریمن هستند، ما گرفتار چنین گفتگوهایی بشیم. البته گفتگو همیشه نیاز هست، خوب است، اما آدم باید بدونه که هر سخن جایی دارد و هر نقطه هم مکانی دارد. اکنون بیشتر از هر زمان دیگری مردم ما نیاز به همبستگی، پشتیبانی، همراهی با اونها هست و آوردن ادبیاتی که در اون فراخوان اومده است، که آقای طبرزدی گرامی که شما به هر روی چندین بارم گفتید که من امضا نکردم و پشتیبانی کردم، به باور من به جای اینکه شما پشتیبانی میکردید میگفتید که بیاید با هم گفتگو بکنیم. و هر روش در سخنها، در نوشتهای شما جای گفتگو هست، زیرا همین که شما پشتیبانی میکنید در رو باز میذارید برای سری سخنانی که سرانجامش هم میتونه بسیار برای شما و برای خود جنبش آسیب رسان باشد. در نگاه من این فراخوان یه فراخوانی بوده است که جز درد سر برای جنبش چیز دیگری نیاورده است. همین اکنون ما میبینیم اینجا اونجا میشنویم که گرایش های گوناگون سیاسی ما سخت در ستیز با این گرایش هست و با این سخن هم هستند. امیدوارم آقای شرط‌مداری گرامی، دوست گرامی من، بازنگری ارجمندانه‌ای بکنن با این نگاه شما. شما ما همچنین نازنین، در یک سخنی هم من میخوام بیفزم که آقای عبدالهی، ما گاهی از این حقوق قومی سخن میگیم. به باور من این سخن باید بسیار کارشناسانه تر باشه. من رشتم علوم اجتماعی است و از سرزمین میم که بار قومی دارم. من در گذشته ساختار نگاه قومی نبوده است، بلکه نگاه سنترال بوده. من اینو خیلی بسیار خوب میفهمم. من دانشگاه پهلوی سال 55 گرفتم. شمار بسیار فراوان از دوستان من کرد بودن، کرد سنندج، کرد بوکان، اینا بودن. هرگز پدیده قومی نبود، چون تو کردست دانشگاهم دانشگاه پهلوی دانشگاه تاپ بود. میخوام بگم چنین معنایی نداشت. ما اینا رو بد میفهمیم. من هم از سیستان بلوچستان میام. آنچه که اونجا گرفتاری داشت این بود که این نگاه سنترال بود.
اونایی که به تهران نزدیکتر بودن، شهرهای آبادتر بودن، دستشون بازتر بود. تو لرستان به باور من بدتر از کردستان نبوده است، بدتر از سیستان بلوچستان نبوده است، اما اینا هیچگاه صداشون در نمیاد. نگاه من در رژیم کنون نگاه قومی ندارد، یک نگاه دینی دارد که بدترین تبعیضم هست، بدترین تبعیضم است که ما از کنار میگذاریم. ما همون چی که اکنون با هم قاطی شده شوربختانه، پدیده قومی سنی با بلوچ سنی با کرد همراه شده، اینا دامن زدن، اما در نگاه رژیم کنونی نگاه بیشتر دینی هست تا نگاه قومی باشه. ببین یک سخن دیگه من بگم که میگین، شما میگید خب اینا سخن است، میگن بله میگن، اما اینها زمینه های پروپاگاندا هست که این پروپاگاندا زمینه میشه آرام آرام دیگ رو بار میذاره، زیرش هم آتیش میذاره تا به هنگام که برسد بپزد. نه گرامی، ما نباید که این ادبیات رو یاری برسونیم، بلکه بین دوستانمون هم میهنان گرامیمون یادآوری کنیم که این ادبیات خوب نیست، هیچ یاری نمیرسوند به ما در پیشرفت این که ما به هم نزدیک بشیم، بلکه هر چی بیشتر ما را از همدیگه پراکنده میکند. باری ما چه خوب هست. یه نکته دیگه من بیافتم آقای عبدهی که سخن از فدرالیسم گفته، منم نمیخوام این رو بازم چون دوستان گفتن، همین اکنونش هم این استانهای ما بخشهای از اونها قومی هستن. لرستان قومی هست، کردستان قومی هست، بلوچستان قومی هست و همین اکنون هم ما گرفتاری خواهیم داشت. یعنی شما میخواهیم که ما فدرالیسم قومی نداشته باشیم بلکه فدرالیسم زمینی و جغرافی داشته باشیم، بومی داشته باشیم، همین اکنون هم ما دشواری خواهیم داشت. فردا اگر خواسته باشیم یک فدرالیسم استانی درست کنیم، خب کردها میگن بخش بیشتر از این کردها رو به ما بدین، که ما میخوام بگم که پا در این زمین نباید گذاشت آقای حشمت تبرزی گرامی، بلکه پا در یک زمینی دیگری گذاشت و آن هم همبستگی ملی و آفرینش تئوری دموکراسی و حق شهروندی. از این راه ما میتوانیم با هم بپیوندیم و کارمون رو پیش ببریم. بسیار سپاس به شما آقای عبدایی و بسیار سپاس به شما آقای تبرزی، باز هم مهمون ما بشید آقای تبرزی. متشکرم از شما، ممنونم. جناب عزیز دادیار گرامی بفرمایید، خواهش میکنم. بله سپاسگزارم، ضمن خوش آمدگویی به جناب تبرزدی و همه تلاش سالیانه شون برای ایجاد دموکراسی و در واقع زحمتی که در این راه برای ایجاد تفاهم سیاسی بین نیروهای سیاسی مختلف گرفتن و این همشانه ای رو با جناب شریعت مداری سر شورای مدیریت و همچنین جناب نوری علا، چهار پایه‌ای که امروز در خارج از کشور امید بسیار بزرگی رو برای ایجاد شورای مدیریت آفریدن. جناب تبرزدی، در این اعلامیه دو چیز هر نیروی سیاسی رو به تفکر وامی داره. یکی اینکه بند حق تعیین سرنوشت از سوی احزاب سراسری ایران هرگز نه مطرح شده و نه گفته شده. یعنی هیچ کدوم از احزاب سراسری ایران که نام احزاب سراسری به خودشون گرفتن و از آن اقوام کردستان، بلوچستان و آذربایجان و اهواز نبودن، هرگز طرح داخلی و خارجی نداشته. از اونجایی که اقوام حق تعیین سرنوشت، یعنی به معنای چگونگی راه پیدا کردن برای جدایی، حق تعیین سرنوشت هیچ معنای سیاسی دیگری بجز اینکه چگونه میتوان از هم جدا شد ندارد. این یکی. دومی که جناب تبرزدی عزیز گرامی، ضمن دوست داشتن قلبی از شما، شما در یکی از سخناتون گفتید که من یک کرد سنی هستم. یک پرسش بسیار بسیار دوستانه از شما دارم که شما یک ایرانی کرد سنی هستید یا یک کرد سنی ایرانی؟ اینو اگر میشه برای من تفسیر بکنید. خود من یک بلوچ هستم، من خودم رو یک ایرانی بلوچ میدانم، نه یک بلوچ ایرانی. سپاسگزارم، مرسی. ممنونم از شما. جناب میرزایی بفرمایید، خواهش میکنم. ظاهرا تشریف ندارن جناب میرزایی در نشست. جناب هستم. هستید شما؟ بله، نمیدونم چرا چهرم دیده نمیشه، اونو نمیدونم. برحال بفهمت خواهش کنم. جمعی
اکنون شد. بله خیلی. درود به همه ایرانیان آزادیخواه، هممیهنان و پارسی زبانان، چون ما پارسی میگوییم اینجا و پارسی زبانان میتونن بشنن. بدین روی من این درودم به پارسی زبان ها هم هست. خوش آمد به آقای تبرزدی، چون من این رو، این گونه سخنان رو و کم داشتیم که مهمانی از کسانی که در ایران هستن اینجا داشته باشیم. آنچه که پیشرفت رو بسیار مثبت میبینم. ارزیابی من خیلی خوشبینانه هست و به فال نیک میگیرم و امیدوارم که بیش از پیش در این روند ما پیش بریم و این جای شاد باش برای سازمان دهندگان چنین گفتگوهایی دارم. اونچه که به فال نیک میگیرم زین روز که آغاز سخنان آقای تبرزدی تفاوت‌هایی داشت با آنچه که در روند این گفتگوی این زمانی ما پیش آمد و من تناقض‌هایی در گفتار ایشون دیدم و خوشبختانه برخی رو دیدم که به یک پالایش مثبتی باید اینجوری بگم می‌دیدم. نکته ای رو میخوام بگم که کمتر بهش اشاره شده، شاید بدین روی که همه میدونیم، شاید بدیهیش میدونیم و شاید بدین روی نیازی به گفتنش نبوده. چند کشور در جهان داریم مانند ایران؟ کشوری پهناور، کهن، با دیرینه فرهنگی گسترده، دیوان سالاری، نخستین دولت جهانی و با این همه گونه گونی قوم ها و فرهنگ ها و زبان ها. بنابراین چگونه میشه که ما بیایم رونویسی کنیم مشقی رو از روی دست اونچه که کشورهای دیگه به ویژه اروپایی ها کردن؟ بله، الگو قرار دادن اعلامیه حقوق بشر. جناب میرزایی، خواهش میکنم جمله آخرتون رو بفرمایید. فدرالیسم رو، آلمان هم فدرالیسم داره، چیز بدی به خودی خود نیست، ولی از اونجایی که ما تمرین دموکراسی نداریم و این رودرواسی نداریم، ما هرگز شرایطی نداشتیم که دموکراسی رو بیازماییم. در چنین اونچه که بر ما گذشته، فدرالیسم در این مقطع بسیار چیز خطرناکی است که به گونه گون ستیزها و جنگ حتی میتونه منجر و به جدایی ها بشه. بنابراین در ما باید ببینیم ما چی هستیم. فدرالیسم به طور کلی. جناب میرزایی سپاسگزارم. جناب حسین نژاد، خواهش میکنم بفرمایید. با درود به همه دوستان و همبندان گرامی و تشکر از شجاعتمندان در این میز جد، من از فقط از این اتحاد و از هر گونه وحدت نیروهای اپوزیسیون برای تشکیل آلترناتیو خوب استقبال و حمایت میکنم، ولی در رابطه با این بیانیه که الان در جلسه گذشته و این جلسه مطرحه، فقط در رابطه با مسئله قومیت که مطرحه، من ملیت رو درست آقای نیلمند اما دوستان گفتن کاملا درسته که قبول ندارم، من نمیتونم مثلا مسئله ملیت خود اومده در این به عنوان استفاده از کلمه ملت که الان توضیح میدم، فقط در این رابطه میخوام صحبت بکنم. من به عنوان یک آذربایجانی اهل بالاخره یکی از قومیت های ایران، بخشی که خب زبان خاص خودشون دارن، فرهنگ خاص خودشون دارن هستم، من فقط میخوام به این حضرات یا همین دوستان یا نیروهای جریانهای امضا کننده این بیانیه بجم و هر اونایی که هم جریان هم سوی اینها هستن، خب من به عنوان یه شاهد بالاخره از اهل این قومیت تا تمام دوران دبیرستان تو آذربایجان بودم، بعدش هم تهران اومدم، همه
قومخیشامون کلی از اقواممون کلی از خانواده‌هامون از اومده بودن تهران ساکن شده بودن میرفته میومده مشونش میکردیم با اونها تو دانشگاه تو تمام تحصیلاتم با ترک‌ها هم زبان‌های خودمون هم فرهنگ‌های خودمون بودم بعدم زندان هم چه رفتیم هم تو زندان با انبوه ترک‌ها و آذربایجانی‌ها بودیم بعدش هم همه جا سربازی خدمت بعد هم زبان چه خیلی بیشتر از خیلی از ملیت ها اونجا هستن و تا عرب و شد تا بلوچ و تا کرد همه چی بودن ولی مطلقا من اصلا از خود آذربایجان با مردمش هم زندگی میکردیم الان هم چون درسته بعد از 37 سال خوب ایران نیستم ولی دائم با خانوادهمون تماس دارم دخترم میاد اینجا میره چه از نسل جوان ایرانه میاد میبینم کاملا چه تهرانن خیلی از قوم خیشان مطلقا اصلا مسئله از وقتی ما آذربایجان بودیم اصلا مسئله ملی قومیتی معنی جدایی از ملیت قومیت های دیگر ایران اهل زبان های دیگر ایران اصلا وجود نداره مطرح نیست اصلا ما فقط مسئله مون فقط چون مثلا اومدیم تهران درس بخونیم مسئله لهجه بود و زبان فارسی هم با کتابی حرف میزدیم خیلی ادبیات فارسی علاقه داشتیم درس میخوندیم دانشکده ادبیات هم رفتیم خب این موضوع اصلا مطرح نیست اونم چود آزادن گفتن دوستان درست گفتن آقای تبرزدی هم درست گفتن فقط چپ ها مطرح میکردن ما تو آذربایجان بودیم که بعد هم گفتن واقعا درست برخلاف اصلا ایدئولوژی مارکسیست بود این مسائل قومیتی رو حالت جدایی مرزبندی قومی رو علاوه بر مرزبندی طبقات اینا این هم یه مرزبندی بود در حالی که اصلا این مرزبندی تو توده مردم وجود نداشت اون که اصلا اساسا توده مردم مسئلهشون نیست مسئلهشون یکیشون هستن عدالت و برابری و اینا هست روی کلمه ملیت هم من میخوام بگم ملت سازمان ملل نیشن ناسیون همه جا به معنی ملت دولته نه قومیت درستش هم همه جای بین المللی هم چی میگیم ملت ها یعنی دولت ها قوم در داخل هر ملتی متشکرم از شما قومیت های مختلف است متشکرم میبرم جناب تبرزدی بفرمایید خواهش میکنم ما 5 دقیقه داریم تا آخر نشست البته به این گونه که پیش میبینیم فکر میکنم جناب آقایی و خانم قیاسفند دیگه وقتی هم براشون نمونه که اظهار نظر کنن بفرمایید تمام وقت ما میدیم به شما دیگه بفرمایید من سپاسگزاری میکنم یه بار دیگه از این جلسه بسیار استفاده کردم شخصا یعنی بهره بردم به معنای واقعی کلمه شفاف شد بسیاری از مسائل و من میدونستم که خیلی از این مباحثی که مطرح میشه مثلا از زبان من گفته میشه و بعد هم محکوم میکنم این گونه نیست و فرصتی بود که نظراتم رو شفاف بگم و همچنین نظرات عزیزان رو بشنوم استفاده کنم در این حال مواردی مطرح شد که باید شفاف بگم راجع به ترکیب مجلس فرمودن که من گفتم ترکیب مجلس باید از احزاب و سازمان ها باشه نه به هیچ وجه مجلس مؤسسان در واقع مجلس حزبی به این معنا نیست بلکه مجلسی است که برآمده از آراء ملت با ارجاع مستقیم به رأی ملت و وظیفه مجلس مؤسسان این هستش که قانون اساسی جدید محتوا و شکل نظام آینده رو تعیین کنه و به رفراندوم عمومی بگذارد در واقع و این رفراندوم می شود کلی باشد یعنی همه اصول یا تک تک اصول که اینها رو هم خود مجلس مؤسسان باید تعیین کند اینها بحث های بعدی هست که باید صورت بگیره در مورد تعیین فدرالیسم نوع فدرالیسم اون چیزی رو که ما به عنوان فدرالیسم از اون دفاع میکنیم فدرالیسم جغرافیایی یا ایالتی هست و اگر قرار باشد که نظام آینده ایران فدرال باشد و مجلس مؤسسان تایید کند در اونجا بایستی که معین شود که چه نوع فدرال این و یا حتی اصلا ممکنه به جای واژه فدرال مسئله ایالتی باشه اما اون چیزی رو که ما به عنوان تشکیلاتمون تاکید داریم بر عدم تمرکز قدرت و توزیع قدرت و ثروت در سراسر ایران در قالب استان یا ایالت یا فدرال جغرافیایی خواهد بود در بحث مربوط به پراگماتیستی یعنی در واقع اینکه اندیشه نظر و برنامه ای رو مد نظر قرار می دهیم که در عمل امکان اجرای آن باشد اما این پراگماتیست رو من ارجاع می دم به اصول آزادی خواهی دموکراسی خواهی
حقوق بشر، عدم تمرکز و سکولاریسم، یعنی پراگماتیستی ما مضمونی است، پراگماتیستی انتزاعی نیست، کلی و مفهومی نیست، بلکه در عینیت جامعه با لحاظ اصولی که بارها و بارها بر اون تأکید کردم، اون پراگماتیسم معنا پیدا میکنه. و به همین دلیل در این حرکت پراگماتیستی که یعنی اصالت دادن به مبارزه، اصالت دادن به اتحاد و هماهنگی، اون چارچوبی که اعلام شد، دموکراسی خواهی، حقوق بشر خواهی، سکولاریسم، عدم تمرکز، برابری قومی و ملیت قومی و نیز تمامیت ارضی، اینها در واقع اصول و چارچوبه این پراگماتیست است. پراگماتیست در واقع بی مبنا و انتزاعی نیست. خطاب رو فرمودن، آیا خطاب من به چه کسی بوده است؟ اگر اینجا صحبت کردم، من کلا راجع به احزاب سازمان ها صحبت کردم و اساسا راجع به رژیم رو من قبول ندارم که اینجا مورد خطاب قرار بدم. نمیدونم والا بحث من چی بوده. این که گفتم بیانیه مترقی و شفاف است، از دیدگاه من مترقی است، برای اینکه ارجاع به اعلامیه جهانی حقوق بشر است، برای اینکه تاکید بر حقوق تساوی حقوق زن و مرد است، برای اینکه تاکید بر جمهوری دموکراتیک است، برای اینکه تاکید بر سکولاریسم و اصول دیگر است. اما در همون اونجا هم آورده ام که برخی از اصول مثل فدرالیسم، مثال زدم، فدرالیسم بایستی که در قانون اساسی تعیین تکلیف شود، اگرچه خود مدافع جغرافیایی، فدرال جغرافیایی هستم و مخالف فدرال قومیتی هستم. و شفاف هست، از دیدگاه من شفافه، برای اینکه اون تعیین سرنوشت هم از دیدگاه من ارجاع به اعلامیه جهانی حقوق بشر به معنای جدایی از ایران نیست. اگر که اصرار دارن بخشی از دوستان در تشکل‌های گوناگون که حتما به معنای جدایی طلبی است، خب این به نظر من یه جوری کمک کردن به اونهایی است که جدا طلبن. البته این احزاب رو من جدایی طلب نمیدانم، این ده حزب سازمان رو در تاریخ اونها به هیچ وجه جدایی طلبی ندیدم. اگر گروهی مثل همون گروهی که در آذربایجان فعالیت میکنه و ادعای استقلال میکنه، یا در اهواز یک گروه هست که ادعای استقلال از ایران میکنه، من به هیچ وجه نه مواضعشون رو دموکراتیک دونستم و نه شفاف دونستم. و اگر بگویم حق تعیین سرنوشت به معنای جدایی از ایران است، به هیچ وجه من اون اتحاد و اتفاق رو مترقی، دموکراتیک و مبارک نمیدانم. در بحث مسئله این که آیا این پراگماتیست رو در مورد دوره گذار یا استقرار دموکراسی فرمودن، نگید، ولی من میگویم دقیقاً در چارچوب اصولی که ما براش مبارزه میکنیم شفافه، هم در دوره گذار هم در استقرار دموکراسی بر این اصول تأکید میگذارم. اما یک ایرادی هم من به جمع عرض کنم و اون این استش که رفقای عزیز، شما ایراد فرمود گرفتید، هم به اون اعلامیه هم به من، و درود بر شما، خیلی هم عالی بود. اما موضع شما موضع ادامه وضع گذشته است، یعنی من در موضع شما ندیدم که برای امروز ایران که گسلهای مختلف هست، قومیتی هست، زبانی هست، جنسیتی هست، طبقاتی هست، نمیدونم مذهبی هست، در مورد ایرانی که شاید هندوستان مثلا مثل ایران باشه، کشور دوم کمتر یا بیشتر، شما فرمول ارائه ندادید، فقط رد کردید. گرامی، ما به آخر نشست رسیدیم، یک دقیقه هم گذشت. فقط جهتی که بیان فرمودید، در عرض کنم سندهایی که مهستان داده، ما موضوعمون روشن مشخص کردیم و دوستانی که مایل باشن میتونن مراجعه کنن و موضع مشخص مهستان رو اونجا ببینن. بسیار سپاسگزارم از همه دوستان، خسته نباشید، بدرود. سپاس از شما، خسته نباشید. خسته نباشید آقای عبتهی گرامی. سپاس از جناب خسته نباشید. خسته نباشید.